با درود خدمت همه دوستان و همکاران عزیز که در این جلسه حضور دارن، همچنین دوستان و عزیزانی که از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون کانون با ما همراه هستن. در خدمتون هستم با جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 12 یونیه 2022 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی. در قسمت اول برنامه همراه هستیم با خانم شراره حادی‌زاده رئیسی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1401 و همچنین خانم سمانه بیرجندی با بررسی هدف 6 از سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در قسمت دوم برنامه همراه هستیم با 3 سخنران. سخنران اولمون جناب آقای محمد رسول لامعی رامندی با حقوق پیروان دین مسیح. سخنران دوم خانم شهناز کریمزاده با چرا بهائیان در ایران سرکوب می شود. سخنران سوم جناب آقای علی فروتن هستند با موضوع حق آزادی عقیده در ایران. همچنین دوستان میتونن اگه در پایان هر بخش نقطه نظری یا چیزی میخواستن به بحث اضافه کنن در این بحث شرکت کنن. در بحث آزادمون هم با حق امنیت اجتماعی همراه با موضوع روز جهانی منع کار کودکان. خب خواهش میکنم از خانم شراره حادی‌زاده اگر آماده هستن که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در اردویش ماه 1400 رو برای ما آماده کردن، از چون بالا بگیرن تا میکروفون در اختیارش بود. بفرمایید خانم. با سلام خدمت شما عزیزان و همکاران، گزارش و تحلیل رو من دستبندی کردم خدمتون ارائه میدم. ابتدا با نقض حقوق مسیحیان، بعد بهائیان، بعد اهل تسنن و در آخر توهین به مقدسات. شورش محمدی فلاح نوکیش مسیحی ساکن تهران توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. آقای محمدی فلاح تیر ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ 12 آبان ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. بر اساس این حکم که بهمن ماه 1400 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، آقای محمدی فلاح از بابت اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری محاکمه و نهایتاً به 1 سال حبس و پرداخت 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. خبر بعد در 11 اردیبهشت انتشار پیدا کرده، شماری از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه‌ای به نقض حقوق مسیحیان فارسی زبان در کشور و محرومیت از حق اشتغال اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به تناقض اقدامات صورت گرفته با تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی آمده است، تقسیم نابرابر ثروت، هماهنگی و فقیرسازی یکی از سیاست‌هایی است که با اراده خاص از جانب جمهوری اسلامی علیه جامعه مسیحیت فارسی زبان به قصد ناتوانسازی و حذف آنان اعمال می‌شود. جمهوری اسلامی حق کار و اشتغال را از مسیحیان فارسی زبان سلب کرده. دادگاه انقلاب تهران انوشابان آبدیان شهروند مسیحی را به تحمل 10 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. بر اساس این حکم همچنین عباس سوری و مریم محمدی دو نوکیش مسیحی به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و انواع محرومیت‌های بلند مدت اجتماعی محکوم شدند. بر اساس این حکم که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، انوشابان آبدیان به تحمل 10 سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 10 سال و همچنین پرداخت جزای نقدی محکوم شده.
بازداشت 4 نوکش مسیحی توسط نیروهای امنیتی در رشت. بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده، ایوب فرزین فورزادزاده و احمد یوحنا سرپرست نوکشان مسیحی ساکن رشت توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین نیروهای امنیتی به دلیل نبودن مرتضی حاجب مشروطکاری در منزل موفق به بازداشت او نشدند. ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این شهروند مسیحی، در این خصوص گفت به صورت تلفنی به ایشان اعلام کرده بودند که در صورت عدم مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه بازداشت خواهد شد. مرتضی حاجب مشروطکاری نوکش مسیحی ساکن رشت روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه بعد از مراجعه به دادسرای این شهر بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. بازداشت آقای مشروطکاری پس از مراجعه به دادسرای رشت صورت گرفته است. تعیین زمان و شعبه دادگاه تجدید نظر سه نوکش مسیحی در رشت. جلسه دادگاه تجدید نظر احمد یوحنا سرپرست، ایوب فرزین پوررضازاده و مرتضی حاجب مشروطکاری سه نوکش مسیحی ساکن رشت روز دوشنبه 2 خرداد ماه در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان برگزار خواهد شد که تا حالا شده. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی هر یک به 5 سال و 1 روز حبس و جزای نقدی محکوم شده بودند. بر اساس این ابلاغیه‌ای که صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این افراد ابلاغ شده بود، جلسه دادگاه تجدید نظر این سه نوکش مسیحی ساعت 10 صبح روز دوشنبه 2 خرداد ماه در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان برگزار شد. سه شهروند مسیحی به حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. احمد یوحنا سرپرست و ایوب فرزین پوررضازاده دو نوکش مسیحی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. مرتضی حاجب مشروطکاری دیگر نوکش مسیحی نیز در تاریخ 20 اردیبهشت ماه بازداشت و به این زندان منتقل شد. اخبار خوانده شده نقض می‌کند مواردی از اهداف سند 20 یونسکو، هدف 3 تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف 8 ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه، هدف 16 ارتقای جوامع صلح‌جو و فراگیر برای توسعه، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر که نقض شده در این اخبار، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی و ماده 23 حق امنیت کار. و اما اخبار نقض بهاییان. آرامستان بهاییان در همدان به صورت شبانه تخریب شد. تخریب نظاممند و سیستماتیک اماکن و آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف توسط حکومت و یا با چراغ سبز جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه است. بخشی از آرامستان بهاییان یا گلستان جاوید در همدان تخریب شد. سیمین فرندش سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو در این خصوص گفت در ماه آوریل قسمتی از غسالخانه آرامستان بهاییان در همدان و ساختمان محل دعا خواندن تخریب شدند. مشخص نیست که این اقدام از طرف چه نهادی انجام شده است. تخریب صورت گرفته باعث ریزش سقف ساختمان نیز شده است. تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سعیده خضویی شهروند بهایی در تهران. دوشنبه 12 اردیبهشت ماه سعیده خضویی شهروند بهایی ساکن تهران علی‌رغم گذشته 21 روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. خانم خضویی در تاریخ 22 فروردین ماه پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شده بود. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر خانواده تا آن زمان از محل نگهداری و اتهامات مطروح علیه خانم خضویی اطلاعی در دست نبوده و مسئولان دادسرای اوین از ارائه هر گونه اطلاعاتی در این خصوص خودداری کردند. گزارشی از آخرین وضعیت 6 شهروند بهایی در زندان عادل‌آباد شیراز.
چه شهروند بهایی به نامهای شهناز ثابت، صدیقه اقدسی، بهروز فرزندی، قاسم معصومی، فرهام ثابت و فرزان معصومی دوران محکومیت خود را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می کنند. صدیقه اقدسی در حالی که مدتی قبل پس از آن که از زندان به بیمارستان منتقل شده دچار سکته قلبی شده بود، پس از 4 روز بستری در بخش CCU و علی رغم نیاز به رسیدگی مناسب پزشکی مجدداً راهی زندان شده است. از سوی دیگر شهناز ثابت به بیماری های متعددی از جمله کمردرد و سنگ کلیه مبتلا شده است. خبر بعد که در 17 اردیبهشت انتشار پیدا کرده، محرومیت از درمان، گزارشی از وضعیت صدیقه اقدسی، شهروند بهایی در زندان عادل‌آباد شیراز. صدیقه اقدسی، شهروند بهایی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، از رسیدگی پزشکی و اعزام درمانی محروم مانده است. خانم اقدسی چندی پیش در پی سکته قلبی به بیمارستان منتقل شده بود، اما بعد از 5 روز بدون دریافت خدمات درمانی کافی به زندان بازگردانده شد. یک منبع نزدیک به خانواده در این خصوص گفت خانم اقدسی در زندان دچار سکته قلبی شده و پس از بروز دست درد و کمر درد و بی‌حسی دست در تاریخ 7 اردیبهشت به بیمارستان قلب الزهرا منتقل شد. صهبا فرنوش، شهروند بهایی ساکن تهران، چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه جهت تحمل دوران محکومیت 2 سال حبس خود راهی زندان اوین شد. او پیشتر جهت تحمل دوران محکومیت 2 ساله خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه 33 دادسرای اوین احضار شده بود. اخبار خوانده شده بهاییان نقض می‌کند مواردی از اهداف سند 20 یونسکو، هدف 3 تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه در تمام سنین، هدف 16 ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. و اما اخبار نقض اهل سنت. نامه اعتراضی زندانیان اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان. روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در بندهای 3 امنیتی، 4 قرآنی و سلامت و 6 امنیتی در زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای نسبت به تبعیض مذهبی و فشار زندانیان بر زندانبانان بر زندانیان اهل سنت محبوس در این زندان در ماه رمضان اعتراض خود را اعلام کردند. قسمتی از نامه زندانیان اهل سنت محبوس در زندان مرکزی زاهدان بدین قرار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به ملت سلام ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به ملت عزیز ایران و سازمان‌های حقوق بشری که صدای ما را به گوش همگان می‌رسانند. دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 مصادف با روز عید فطر، در حالی که با توجه به سال‌های گذشته که تمام زندانیان نماز عید را در هواخوری بند 7 می‌خواندند، متأسفانه امسال به دلیل مخالفت مسئولین زندان از جمله پیری ریاست زندان و خمر مسئول حفاظت زندان، علاوه بر ممنوعیت تجمع زندانیان در بند 7 از ادای نماز عید در هواخوری های بند 8 زندان مرکزی زاهدان مخالفت کردند. اعطای مرخصی به روحانیون زندانی به جز مولانا کوهی که از مرخصی محروم شد. دادگاه ویژه روحانیت مشهد به همه زندانیان بند عقیدتی و روحانیان عهد تشیع به مناسبت فرارسیدن عید فطر به جز مولانا کوهی مرخصی داده است. دادگاه ویژه روحانیت با تبعیض در اعطای مرخصی به مولانا کوهی به همه همبندیان وی به مناسبت فرارسیدن عید فطر مرخصی داده است. گفته می شود دادگاه ویژه روحانیت به همه زندانیانی که در بند ویژه روحانیت به سر می بردن مرخصی یک هفتگی به مناسبت عید فطر داده است، اما مولانا کوهی شامل آن نبود.
دوازده اردیبهشت 1401 مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت و مدیر دارالعلوم مکی زاهدان در خطبه‌های عید فطر با انتقاد از تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی خواستار عدم تیراندازی به سمت شهروندان بلوچ شد. به خطاب به فرماندهی نیروی انتظامی گفت که بسیار مواظب باشند که به افراد مشکوک و مظنون تا زمانی که جرم ثابت نشده یا سلاح ندارند تیراندازی نشود و همچنین آنها را از شلیک به سوختبران نیز من کرده. روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه کمال الدین دهمرده روحانی اهل سنت به اداره اطلاعات شهرستان هامون احضار شد. کمال الدین دهمرده روحانی اهل سنت و اهل روستای سردقال از بخش مرکزی لوتک واقع در شهرستان هامون است. تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل احضار وی اطلاعی در دست نیست. روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 بسیاری از ائمه جمعه اهل سنت کشور نسبت به حکم سی ضرب شلاق به مولانا کوهی واکنش نشان دادند. مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه گالیکش، مولوی محمد اکرم کوهی امام جمعه پشامک شهرستان راسک، مولوی عبدالعزیز دهقانی امام جمعه بافتان، مولوی عبدالله اربابی خطیب جمعه در آن هفته مسجد جامع قاسمی راسک از جمله این افراد بودند. گفتنی است دادگاه ویژه روحانیت در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 حکم سی ضرب شلاق به مولانا کوهی را به خاطر سخنرانی در همایش تجلیل از حافظان قرآن ابلاغ کرد. شماره حساب بانکی مدرسه دینی منبع علوم کوهبن شهرستان سرباز توسط جمهوری اسلامی مصادره و به نام وزارت آموزش پرورش ثبت شد. این حساب بانکی جهت واریز کمک‌های مردمی بوده است. مولانا عبدالله ملاذعه مدیریت این مدرسه در تاریخ 20 فروردین 1401 از بسته شدن حساب‌های بانکی این حوزه و ضبط دارایی آن توسط یک نهاد دولتی از سال گذشته خبر داده بود. او گفته بود که برای پیگیری به نهادهای دولتی مراجعه کردیم و مشخص شد که حساب‌های بانکی حوزه با اتهام عدم تعامل و همکاری بسته شده است. لازم به ذکر است در سال‌های گذشته فشار به این مدرسه افزایش داشته و محل و محامی نماینده علی خامنه‌ای در استان از ادامه ساخت مسجد جامع این حوزه ممانعت کرده. اهداف سند 23 نقش شده در این اخبار، هدف 3 تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه در تمام سنین، هدف 10 کاهش نابرابری در درون و میان کشورها، هدف 16 ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. و اما آخرین گزارشات مربوط هست به توهین به مقدسات. در تاریخ 1 اردیبهشت رئیس پلیس فتای یزد از بازداشت یک شهروند به دلیل آنچه که توهین به مقدسات در فضای مجازی عنوان کرده است خبر داد. مرتضی ابوطالبی در این خصوص مدعی شد وی با تغییر تصاویر مذهبی و تغییر صدای فیلم اقدام به توهین به مقدسات کرده است. به گفته ابوطالبی این شهروند در طی بازداشت به پلیس فتا منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. در این گزارش به هویت این شهروند اشاره‌ای نشده. بازداشت یک شهروند به دلیل ادعای امام زمان بودن. یک شهروند به دلیل آنکه خود را امام 12 شیعیان خوانده است توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. با توجه به خلأها و ابهامات قانونی مشخص نیست چگونه طرح اتهام و اقامه دعوا در مورد مدعیان امام زمان صورت می‌گیرد. در این گزارش آمده است فرد مذکور روز گذشته با لباس روحانیت از خودش ویدئویی منتشر کرده و در این ویدئو مدعی شده بود که امام 12 شیعیان است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید هروآبادی روز یک شنبه 25 اردیبهشت ماه در دادگاه ویژه روحانیت تهران برگزار. اتهامات مطروحه علیه وی توهین به رهبری و نشر اکاذیب علیه نظام جمهوری اسلامی و قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و حتی حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب اعمال مذکور عنوان شده است. او گفت بازپرس دادگاه کیفرخواست با 4 اتهام شامل تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به صادق لاریجانی و عدم رعایت شؤونات روحانیت به دلیل دستفروشی علیه من صادر کرد. و آخرین خبر، بوکان بازداشت یک شهروند به اتهام توهین به مقدسات. روز شنبه 3 اردیبهشت ماه یک شهروند در بوکان به اتهام توهین به اسلام و قرآن توسط ماموران وزارت اطلاعات این شهرستان بازداشت. اهداف سند 23 یونسکو نقض شده در این گزارشات هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشری که نقض شده در این گزارش، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، مالی و فرهنگی. گزارش من در اینجا به پایان رسید. اگر سوالی باشه من در خدمتم. ممنونم از خانم هادی‌زاده با گزارش بسیار خوبشون. در ادامه همراه هستیم با خانم سمانه بیرجندی با بررسی هدف 6 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم بیرجندی اگر آماده هستین دستتون رو بگیرین بالا تا مایکو در اختیارتون قرار بدم. بله، درود بر شما و عرض خسته نباشید خدمت همه همکاران گرامی. خب در ابتدا من جزئیات هدف ششم رو خدمت دوستان ارائه میدم و بعد به مورد از بندهای این هدف اشاره میکنم. هدف ششم تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. دسترسی همگانی به آب آشامیدنی، دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیر، ریشه‌کنی تخلیه زباله در منابع آبی و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌ها و منابع آبی و همچنین همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی. خب در ابتدا به موضوع حق آب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم کوتاه صحبت می‌کنم و بعد در مورد زباله‌هایی که به رودخانه‌ها و جنگل‌ها ریخته میشن. یکی از حقای حداقلی درمانی بهداشتی حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، یعنی اینکه افراد به طور مستمر دسترسی کافی به آب سالم برای مصارف شخصی و خانگی داشته باشن و به لحاظ فیزیکی و اقتصادی این دسترسی وجود داشته و تبعیض آمیز نباشد و اطلاعات مربوط به آب سالم در اختیار همگان قرار بگیره. اما عناصر تشکیل دهنده حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم باید برای کرامت انسانی، زندگی و سلامت مطابق بندهای 1 و 12 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کافی باشه. کافی بودن آب نباید صرفاً با توجه به کیفیت‌های حجمی و فناورانه به طور موزیق تفسیر گردن. آب باید به عنوان یک کالای فرهنگی و اجتماعی، نه اینکه یک کالای اقتصادی نگریسته شود. راه تحقق حق بر آب باید راهی پایدار و تضمین نماید که حق مزبور برای نسل‌های حاضر و آتی تحقق می‌یابد و کافی بودن آب مورد نیاز برای حق بر آب ممکن است و بر اساس شرایط متفاوت تغییر نماید.
یک قابلیت دسترسی. تأمین آب برای هر فردی باید برای مصارف شخصی و خانگی و کافی و مستمر باشد. این مصارف عمدتا شامل نوشیدن، سیستم دفع فاضلاب شخصی، شستن لباس ها، طبخ غذا، بهداشت شخصی و بهداشت خانگی است. کمیت آب قابل دسترس نیز باید برای هر فردی مطابق خط مشیای سازمان بهداشت جهانی باشد. کیفیت آب مورد نیاز برای مصارف شخصی یا خانگی افراد باید سالم باشه، یعنی آزاد از هر گونه ریز اندام مواد شیمیایی و مخاطرات رادیولوژیکی باشه که سلامت فرد رو تهدید میکنه. علاوه بر اون آب باید قابل قبول برای هر فرد یا مصارف خانگی باشه. دسترسی آب و تسهیلات و خدمات آبی باید برای هر فردی بدون تبعیض در قلمرو و صلاحیتی دولت عضو قابل دسترسی باشه که این دسترسی چهار بُعد اشتراک داره. یکی قابلیت دسترسی که فیزیکی هستش و دو قابلیت دسترسی اقتصادی. من به خاطر اینکه فرصتمون کم هست به جزئیاتشون نمیپردازم. و مورد سوم نبود تبعیض هستش و مورد چهارم قابلیت دسترسی به اطلاعات. مورد دوم حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم در اسناد حقوق بشری هست. مفاد بند دو ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برگیرنده گام‌های غیر تبعیض آمیز به منظور پیشگیری از تهدید سلامتی ناشی از شرایط آب سمی و ناسالمه. کشورهای طرف این میثاق هر کس را به بهره گرفتن از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی قابل دستیابی به رسمیت میشناسه. دلیل اون هم تدابیر کشورهای طرف این میثاق برای گرفتن حق کامل و بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از هر نظر خواهد بود. بر اساس بند دو ماده 14 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوبه 1979 هم مجمع عمومی سازمان ملل دولت‌های عضو همه اقدامات لازم برای رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهد آورد تا این تساوی بین زنان و مردان در توسعه در برنامه توسعه روستایی شرکت کرده و از آن بهره‌مند و به خصوص از حق بهره‌مندی از شرایط زندگی مناسب به ویژه مسکن، بهداشت، آب و غیره برخوردار باشد. همچنین بر اساس اعلامیه کنفرانس جهانی تغذیه روم مصوبه 1992 فقر و نبود تعلیم و تربیت که اغلب زایده اثرات توسعه نیافتگی علل اصلی و گرسنگی و نبود تغذیه کافی می باشد که در اکثر جوامع افراد فقیری زندگی می کنند که از دستیابی به بهداشت، آب سالم، غذای کافی، خدمات بهداشتی و غیره که عناصر اولیه تغذیه سالم را تشکیل می دهد محرومند. مطابق قطعنامه شماره 64292 در آگوست 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان حق بر آب و سیستم دفع فاضلاب بهداشتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه فاضلاب را یکی از حقوق اساسی انسان‌ها اعلام کرده. بر اساس این قطعنامه حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب یکی از حقوق بشر است که برای برخورداری از حق حیات ضروریه. این قطعنامه اهمیت دستیابی برابر به آب نوشیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب را به عنوان عامل اصلی تحقق همه حقوق بشر به رسمیت میشناسه و بر مسئولیت دولت‌ها برای ارتقا و حمایت از همه حقوق بشر که جهانی به هم وابسته و جدا ناشدنی و مرتبط هستند دوباره اذعان می‌کنند. همچنین حق بر آب آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز سیستم تخلیه فاضلاب به عنوان یک حق بشری که برای بهره‌مندی کامل از زندگی و همه حقوق بشر ضروری است مورد شناسایی قرار می‌دهد و از همه دولت‌ها و سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا از طریق کمک و همیاری
بین المللی منابع مالی، ظرفیت سازی و انتقال فناوری رو به ویژه در کشورهای در حال توسعه فراهم کنند تا اینکه آب آشامیدنی سالم، پاک، قابل دستیابی و در دسترس و نیز سیستم تخلیه فاضلاب برای همگان فراهم شد. بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت، سالانه مرگ حداقل 1.5 میلیون کودک زیر 5 سال در دنیا به دلیل عوارض ناشی از آلودگی آب یا نبود شبکه فاضلاب مناسبه. مطابق تفسیر کلی کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اگر مردم به آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند، حق غذا محقق نمیشه. اما بندهای دیگرش در واقع تعهد به احترامه که اینا رو باز جزئیاتش رو نمیگم خدمتون، و بعد تعهد به حمایت و مورد آخر هم تعهد به ایفا هستش. اما بریم سر موضوع پسمانده ها و زباله ها که در واقع به رودخانه ها و در واقع در مسیر رودخانه ها یا دریاهایی که در ایران هستن رها میشن. اول من حالا خب خیلی زیاد هستن، اما من فقط به مازندران گیلان اشاره میکنم اینجا که در واقع 2000 تن زباله در گیلان در جنگل‌ها و رودخانه و دریاها رها میشه. بر اساس آماری در استان گلستان گیلان گفته شده که 2000 تن زباله جمع‌آوری میشه که این زباله در جنگل دپو میشه یا به داخل رودخانه و دریا ریخته میشه. مثلا سراوان یکی از مراکز دفن زباله است در گیلان، و زباله‌های شهرهای رشت و انزلی هم بیش از 100 هست که در این مرکز دفن میشه. و به گفته کارشناسان اداره کل محیط زیست گیلان، در هر ثانیه 4 لیتر شیرابه زباله‌های سراوان از طریق رودخانه‌های زردرود به تالاب انزلی وارد میشه. وضعیت شیرابه زباله در سراوان به گونه‌ای که باعث پوسیدگی ریشه درختان شده و با کوچکترین ضربه درختان از ریشه کنده میشن، و آلودگی سفره‌های زیرزمینی، بوی تعفن و انتقال بیماری از دیگر مشکلات مرکز دفن پسماند سراوانه. اما در گیلان هم که زباله‌ها در رودخانه‌ها یا جنگل‌ها ریخته میشه و ارتفاع کوه زباله در جنگل و رودخانه در برخی مناطق حتی به 15 متر هم رسیده. این آلودگی‌ها آمار سرطان رو در استان‌های شمالی کشور افزایش داده و همچنین اکولوژی و پوشش گیاهی و جانوری نیز به اسم مدیریت پسمان از دست رفته. اما در مازندران، خب از اونجا که میدونیم در واقع آب بین ایرانیان همیشه احترام و جایگاه خاصی داشته، اما خب چند وقتی هستش که مردم در احداث و پالایش و سالم نگه داشتن قنات و آببندان و انواع آبگیرهای طبیعی فعال بودن و بر حسب باوراشون که ریشه در واقعیت زندگی اونا داشته، آلودن آب و رودخانه ها رو گناهی نابخشودنی می دونستن. اما الان چی شده که علاوه بر جنگل، رودخانه های مازندران، گیلان و سایر رودخانه های کشور از دست زباله های رها شده در طبیعت در امان نمونده؟ در واقع آبهای سطحی و رودخانه ها یکی از ذخایر عظیم و مهم هر منطقه محسوب میشه که علاوه بر تامین آب مورد نیاز شهرها، به حفظ زیبایی اونم کمک شایانی میکنه و حتی رودخانه ها در مناطق توسعه یافته جزء لاینفک اقتصاد گردشگریه. اما متاسفانه با دارا بودن این منابع مهم، نه تنها هیچ بهره از اون نبردیم، بلکه آلودگی اون ضربه اساسی به رگ حیات این اکوسیستم زده. بیش از 140 رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران جریان داره که عبور رودخانه در حاشیه و میان شهرها و روستاها سبب شده که انواع فاضلاب‌های خانگی، زهکش شهرها و فاضلاب کارگاه‌ها، کارخونه‌ها و در برخی موارد حتی فاضلاب‌های خطرناک بیمارستانی در رودخانه‌ها تخلیه بشن. از ریخته شدن زباله هم که گفتم، حالا از جمله نخالای ساختمانی، گچ و سیمان، پسماندهای چوب، پلاستیک و فاضلاب‌های مناطق مسکونی خطر جدی برای محیط زیست ایجاد کرده، و این زباله‌های ریخته شده در حاشیه رودخانه‌ها نه تنها
موجب از بین رفتن زیبایی منطقه شده، بلکه زندگی موجودات داخل رودخانه ها را با خطر جدی مواجه کرده. متاسفانه بخوایم یا نخوایم، آلودگی رودخانه های کوچک و بزرگ استان در حدیه که چنانچه از تخریب اونها از همین امروز جلوگیری نشه، به مجراهای روباز فاضلاب تبدیل میشه که نه تنها آبونه ها قابل بهره برداری صنعتی کشاورزی و قابل شرب نبوده، بلکه عوامل آینده سبب ترویج انواع بیماری ها بین مردم هم میشه. همچنین در گذر این رودها از مزارع و زمین های کشاورزی استان، عده‌ای با بیمهری جواب محبت رودها و آبیاری زمین هایشان را با آلوده کردن اون میرن. استفاده بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی توسط کشاورزان و هدایت آلودگی ها از طریق زه آبهای کشاورزی و ورود اونها به آبهای سطحی، عدم رعایت مسائل زیست محیطی و استانداردها را از سوی صاحبان مزارع و پرورش ماهیان سردابی و گرمابی از جمله عوامل مهم آلودگی رودخانه های مهم مازندرانه. من یه مورد دیگرم میگم و در واقع صحبتم رو به اتمام میرسونم. از عوامل دیگه این آلودگی هم وجود معادن شن و ماسه در بستر حاشیه رودخانه ها به ویژه رودخانه حراز هست که ماشین‌آلات این کارگاه با شستن شن و ماسه خاک اونها رو وارد آب زلال رودخانه میکنن و باعث آلودگی اون میشن. طی چند سال گذشته تعداد این معادن در بستر رودخانه حراز افزایش چشمگیری داشته و به اعتراف مسئولین محیط زیست مازندران، تعداد زیادی از اونها فاقد بهره برداری هم. همچنین میلیون ها مسافر در حین عبور از جاده از گرد و غبار ایجاد شده توسط معدن کاوان بی نصیب نمی‌مانند. در همه جای دنیا از این تعداد از رودخانه و مناظر زیبایی که توسط اونها ایجاد میشه در صنعت توریست بیشترین استفاده را انجام میدن، اما ما تونستیم کاری کنیم که حتی مردم بومی همون منطقه هم تا میتونن از رودها فاصله بگیرن و تنها هر از گاهی بر ریختن زباله سراغ اونها رو بگیرن. ممنون از شما عزیزان که تا این لحظه سخنرانی من گوش کردید و همراه بودید. ممنون از خانم بیرجندی، بسیار عالی بود. در ادامه اولین سخنرانمون جناب آقای محمد رسول لامعی رامندی با حقوق پیروان دین مسیح. بفرمایید جناب لامعی، مایک در اختیار شماست. بله، درود بر شما همکاران عزیز. بنده امروز این فرصت رو به دست آوردم که بتونم مطالبی در مورد نقض حقوق مسیحیان در ایران رو خدمت شما عزیزان بخونم. گروه های مسیحیان فارسی زبان ایران از چندین سال قبل، یعنی در دوره قاجار و مصادف با ترجمه کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید ایجاد شدند و شروع به رشد نمودند. این گروه های مسیحی که عموماً پروتستان هستند در شهرهای مختلف ایران شروع به ساخت کلیساهایی نمودند. با وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از این کلیساها تخریب یا تعطیل شد و هر گونه فعالیت بشارتی مسیحیان فارسی زبان غیر قانونی اعلام شد. اکنون در تهران هیچ کلیسای فارسی زبانی فعالیت نمی کنند و در شهرهای دیگر ساخت کلیساهای فارسی زبان یا مرمت و دایر کردن مجدد اونها جرم محسوب میشه. از آغاز انقلاب 1357 تا حالا دگراندیشان با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بودند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی، که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام های ملی مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند از آزارها و سرکوبها در امان نبودند. تا آنجا که عده زیادی از آنان به ویژه یهودیان و مسیحیان و بهاییان چاره را در جلای وطن یافته راه مهاجرت در پیش گرفتند. در دوران حکومت جمهوری اسلامی
صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده و بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و بطری های مشروب الکلی به آتش کشیده شده. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شده و مراسم عبادت نامسیحیان به اقدامی زیرزمینی و خطرناک تبدیل شده. برخی از نوکیشان مسیحی در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی حق کار و اشتغال را از مسیحیان فارسی زبان سلب کرده، میگویند این سیاست با هدف ناتوانسازی و حذف جامعه مسیحی اعمال میشه. در این بیانیه تاکید شده که مسیحیان فارسی زبان در طول 4 دهه گذشته با تهدیدهای هدفمندی چون قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام، زندان و تخریب و پلمب و مصادره کلیساها و مستقلات مواجه بودند و علاوه بر این از حقوق انسانی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز محروم شدند. نوکیشان مسیحی رفتارهای جمهوری اسلامی را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیف می‌کنند و همینطور میگن که حکومت گاهی برای ساقط کردن افراد به سفره‌هاشون تجاوز می‌کنه و به نانشون دستبرد می‌زنه تا جانشون رو بگیره. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین مسیحیت رو به رسمیت شناخته، در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای رو برای اقلیت‌های مذهبی و تبلیغ سایر ادیان و مذاهب جز شیعه در ایران اعلام کرده. چند سازمان حقوق بشری در گزارشی که اوایل بهمن 1400 منتشر کردند از مجازات به دلیل ایمان و ادامه نقض گسترده حقوق جامعه مسیحی ایران با وجود انکار مقامات جمهوری اسلامی خبر دادند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بهمن 1400 از بازداشت دست کم 53 مسیحی ایرانی در سال گذشته خبر داده بود و تا به امروز این بازداشت ها روند رو به صعود خود رو طی کرده و همچنان ادامه داشته. همینطور 19 سازمان حقوق بشری از دولت ایران خواسته به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در این کشور خاتمه بده. امضا کنندگان بیانیه مشترک میگویند که فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی در ماه‌های گذشته در ایران به بالاترین حد خودش رسیده. سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه میگن مقام‌های ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزار و اذیت عامدانه اونا رو مجبور به ترک وطن می‌کنن. مسیحیان اذعان کردند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه آزاردهنده تبدیل شده. همچنین ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی قربانیان که همان نوکیشان مسیح هستند را خرید و فروش املاک و مستقلات یا خودرو رو باز می‌دارند یا با واداشتن اونها به ترک اجباری مشاغلشون اونها رو مورد آزار قرار میدن. این بیانیه رو سازمان‌های مانند کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان دیدبان خاورمیانه، عدالت برای ایران، مرکز حامیان حقوق بشر و چندین سازمان دیگه امضا کردند. این سازمان‌ها میگن بنابر گزارش‌هایی که از منابع موثق و بستگان نوکیشان مسیحی دریافت کردند، مأموران امنیتی تعداد زیادی از مسیحیان رو در فاصله بین سالهای 1400 تا 1401 در مناطق مختلف ایران بازداشت کردند. اکثریت قریب به اتفاق اونها از چند روز تا 1 ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر بردن. بنابر گزارش برخی از دستگیر شدگان، کماکان بدون هیچ گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر میبرند و هنوز هیچ تکلیف مشخصی ندارند.
دولت ایران از بدو روی کار اومدنش در سال 1357 مسیحیان و خروج از دین اسلام را ممنوع دانست و در نهایت تغییر دین مسلمان زادگان از طریق شرکت در کلیسای رسمی رو در سال 2012 ممنوع و به یک قانون تبدیل کرد. از این رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه های غیر رسمی مانند کلیسای خانگی شدن. این تجمع های غیر قانونی محسوب می شوند و غالبا مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می گیرند. همینطور وزارت اطلاعات در ادامه اعمال محدودیت های بیشتر بر نوکیشان مسیحی با ارسال دستورالعمل های رهبران کلیساها را در تهران و برخی شهرستان ها تحت فشار قرار دادن. از روز 17 اردیبهشت ماه سال 91 تا کنون مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از اعضای کلیسای خود خواستند اسامی خود را همراه با شماره ملی و دیگر مشخصات در اختیار رهبران کلیسا قرار دهند تا به وزارت اطلاعات تحویل بشه. این نوع رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللی دولت ایران است. ماده 14 قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه مذاهب غیر اسلامی از جمله بر رعایت حقوق مسیحیان، یهودیان و زرتشتی تاکید میکنه. همچنین ماده 19 قواعد محکمی رو علیه تبعیض وضع کرده و ماده 23 نیز مقامات رو از تفتیش عقاید افراد یا برخورد با اشخاص به خاطر عقایدشون رو منع کرده. ایران به عنوان کشوری که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد 2 و 26 این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده 18 همان میثاق اطمینان حاصل کنه. ماده 18 به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند رو در نظر گرفته، در صورتی که سازمان درهای باز هر سال فهرستی با نام فهرست دیدبان جهانی از 50 کشور جفا کننده به مسیحیان رو منتشر میکنه. در این فهرست وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان در رده 5 و پس از ترتیب کره شمالی، افغانستان، عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته. معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی اونهاست و ملاک‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره رو در بر نمیگیره. به نوشته سایت محبت نیوز که خبرگزاری مسیحیان ایران است، این سازمان در فهرست امسال خود درباره ایران نوشته جفای مذهبی بر برخی از اقلیت‌ها مانند مسیحیان و بهائیان از سال 2005 افزایش یافته. جمهوری اسلامی میگه که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران میتونن مسیحی باشن و فارس‌ها به صورت فطری مسلمان به حساب میاد. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب میشوند مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریبا همه فعالیت‌های مسیحیان از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب‌های مسیحی به فارسی غیر قانونی اعلام بشه. این سازمان می‌نویسه بدرفتاری‌های حکومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معکوس داشته و سبب گسترش بیش از پیش کلیسا در این کشور شده. ماده 225 قانون جدید مجازات عمومی مصوبه سال 1390 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود 6 آیه صریح قرآن در 6 سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده است. ارتداد
یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله ارتداد فطری و ملی تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دائم تعیین کرد. پس از انتشار این قانون رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد ماده 225 این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است و از مقام‌های ایران در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند. در اسفند 1389 اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق با هماهنگی نیروی امنیتی سپاه پاسداران دو کارتون کتاب حاوی بیش از 300 جلد کتاب مقدس را که در داخل یک اتوبوس کشف و ضبط شده بود همراه با برخی دیگر از کالاهای قاچاق نظیر مواد مخدر و مشروبات الکلی سوزاندند. در خرداد همان سال نیز در اقدامی مشابه صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان در شهرستان سردشت سوزانده شد و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه ها منعکس شد. این در حالی که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را بر نمی تابند. مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت بهایی گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان خود را در این راه از دست دادند. با شروع انقلاب در کنار هجوم و حمله به بهاییان قتل کشیشان نیز آغاز شد. نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال 1357 پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید. اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف 5 گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان به در برد. در سال 1359 پسر اسقف بهرام دهقانی در تهران رو بوده و به ضرب گلوله کشته شد. منوچهر افغانی در سال 1367 در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسید. کشیش حسین سودمند در سال 1371 در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام به ارتداد به اعدام محکوم و حلق‌آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می‌شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی‌گرفت. تصمیمات متفاوت درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهامات یکسان نشان دهنده ناهماهنگی هایی است که گریبانگیر نظام قضایی ایران شده و نه تنها پیشرفتی در آن دیده میشه که نمیشه، بلکه بسته به نظر فردی قضات مختلفه. صدور وثیقه های سنگین که مبلغ برخی از اونها به 220 هزار دلار آمریکا میرسه، محرومیت همه مسیحیان زندانی از آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و اتهامات بی اساس علیه آنها، آزار و اذیت مسیحیان و مجبور شدن اونها به فرار از کشور برای در امان ماندن از حبس‌های طولانی مدت و پناه بردن آنها به کشورهای همسایه با وجود شرایط بد زندگی از دیگر موارد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ایرانی است. مسیحیان در ایران در حالی مورد آزار و اذیت قرار دارند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل در ژانویه 2021 مدعی شده هیچ کس در ایران به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمیگیره. با این حال قوه قضاییه در همان پاسخ به صراحت اعتراف کرده که علیه اعضای گروه‌های دشمن و کلیساهای خصوصی که آنها را به عضویت در فرقه مسیحی صهیونیستی با اهداف ضد امنیتی متهم کرده اقدام قانونی انجام می‌دهد. درباره شمار مسیحیان در ایران آمارهای متعددی وجود دارد. مرکز دولتی آمار ایران می‌گوید 117 هزار مسیحی در ایران زندگی می‌کنند، اما برخی از برآوردها می‌گوید که تعداد واقعی مسیحیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. بر اساس آمار
پایگاه داده های مسیحیان جهان حدود 547,000 مسیحی در ایران هستند. یک سازمان مسیحی دیگر هم به نام کشیشان ایلام میگوید که بین 300,000 تا 1,000,000 مسیحی ممکن است در ایران باشند. این آمارها در حالی ارائه می شود که با توجه به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران شمار آنها مشخص نیست. بررسی گزارش ها و مروری بر مصاحبه های انجام شده با مسیحیان ایرانی که حق آزادی دین و عقیدهشان نقض شده نتایج نگران کننده ای را آشکار می کند. اگرچه که نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا گفته است که اقلیت‌های دینی ساکن جمهوری اسلامی ایران آزادی کامل در برگزاری مراسم دینی، آموزش زبان و آیین‌های خاص خود را دارند. تکرار موارد متعددی از رفتارهای خلاف قانون با مسیحیان فعال فارسی زبان، ارمنی و آشوری با این اظهارات تفاوت فاحشی دارد. یورش به منازل شهروندان مسیحی بدون رعایت ضوابط قانونی، صدور احضاریه و یا ارائه حکم بازداشت، نسبت دادن اتهامات سیاسی و امنیتی به جای اشاره به دلایل عقیدتی بازداشت آنها، عدم اجازه دسترسی به وکیل و تماس با خانواده ها برای روزها یا هفته های متمادی بعد از بازداشت، عدم دسترسی وکلای متهمان به پرونده موکلین مسیحی و حتی عدم آگاهی از اتهامات وارده، استفاده ابزاری از مواد و تبصره های مبهم قانونی برای متهم کردن مسیحیان فعال به جرایم امنیتی به منظور خونسا کردن حساسیت های بین المللی به نقض آزادی دین و عقیده، درخواست وثیقه های سنگین از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان، تحت فشار قرار گرفتن برخی بازداشت شدگان برای امضای تعهدنامه‌ای که متضمن عدم شرکت آنها در جلسات کلیسایی، ارتباط با دیگر مسیحیان و شراکت در فعالیت‌های مسیحی است. شکنجه‌های روحی و در مواردی نیز فیزیکی در هنگام بازداشت و حبس، هک کردن تلفن و کامپیوتر دستگیر شدگان و ضبط آلبوم شخصی، حتی آلبوم عروسی به منظور یافتن اطلاعات در مورد دیگر نوکیشان مسیحی، ممانعت از دسترسی بازداشت شدگان و زندانیان مسیحی به امکانات پزشکی، اجازه مرخصی و یا برخورداری از مشاوره حقوقی. امیدوارم روزی برسه که در ایران ما هم آنقدر آزادی وجود داشته باشه که پیروان ادیان مختلف به راحتی بتونن حرفایشون رو بزنن و مردم نیز به راحتی اونها رو نقد کنن، فرق نمیکنه چه دینی داشته باشن، چون دین همونطور که گفته شد قسمتی از زندگی انسان است و هیچ وقت از اون دور نیست. وقتی شما تصمیم میگیرید دین را در نظر میگیرید، وقتی شما میخواهید ازدواج کنید دینتان را در نظر میگیرید، دین واقعا در همه ابعاد زندگی دیده میشود. پس چگونه است که در انتخاب پدیده‌ای چنین مهم شما هیچ وقت آزادی نداشته باشید؟ همه مردم باید در انتخاب دینشون آزاد باشند. در اینجا از همگی بابت اینکه به سخنرانی بنده گوش فرا دادن تشکر میکنم و بنده مایک رو رها میکنم. ممنونم از سخنرانی بسیار عالی جناب لامعی عزیز. بله، متاسفانه شرایط بسیار سخته برای دیگر اندیشان در ایران. جناب لامعی فرمودن مسیحیان رو نام بودن، بهائیان همینطور. کلن شما از ریلگذاری که جمهوری اسلامی برای شما کرده، اگر بخواین یک قدم برین بیرون، اصلا برای شما فرقی نمی کنه که شما کی هستین، چه کار میکنین، با برخوردهای شدیدی مواجه میشین. بله دوستان، نقطه نظراتی اگر دارن میتونن دستشون رو بالا کنن. دوتا از دوستان، جناب ناصری. ممنونم آقای بولوردی، ممنونم آقای لامعی، خیلی ممنون بابت سخنرانیتون، بسیار خوب و عالی بود. یه نکته میخواستم من بگم، البته شما یه اشاره کوچیکی هم کردین بهش،
در رابطه با حالا تعداد کسانی که در واقع تو این چند وقته حالا تغییر دید دادن دیگه، از اسلام حالا اومدن بیرون، یا مسیحی یا بهایی یا حالا هر دین دیگه ای رو انتخاب کردن، یا اینکه اصلا دین ناباور شدن، با توجه حالا به این بگیر و ببندهی که این چند وقته داریم میبینیم، خب میبینیم حبسای خیلی طولانی مدت، یعنی بدترین در واقع میشه گفت حکمایی که میتونن صادر کنن و برای کسایی که از اسلام خارج شدن رو دارن صادر میکنن. ولی واقعا چه اتفاقی افتاده با این همه حبسای طولانی مدت، محرومیت از تحصیل، محرومیت از اشتغال، چه میدونم تبعید، یعنی هر کاری که بگید کردم، ولی واقعا کمتر شده آیا نسبت به 10 سال پیش، به نسبت به 20 سال پیش؟ داریم میبینیم که حداقل این اخباری که ما داریم دنبال میکنیم، میبینیم توی این چند سال گذشته تعداد کسایی که واقعا دینشون رو تغییر دادن، باورشون رو تغییر دادن، به مراتب شاید چندین برابر شده. و دلیلش هم به نظر من اینه که باور یک کسی رو واقعا نمیتونن زندان کنن، جلوشو بگیرن، پشت میلای زندان نگهش دارن. اون چیزی که توی ذهن آدم میگذره، چیزی که توی قلب آدم میگذره، واقعا قابل حبس نیست، نمیتونن اینو حبسش بکنن. متاسفانه جمهوری اسلامی هنوز نفهمیده اینو، این هنوز به این درک نرسیده که نمیتونن عقیده کسی رو زندانی بکنن، نمیتونن عقیده کسی رو تبعید بکنن. اون باور چیزیه که توی دل آدمه، توی ذهن آدمه و نمیتونن کارش بکنن. این آماری که ما داریم در واقع آماریه که کسایی بودن که زندانی شدن، توی اخبارا اسمشون رو شنیدیم، ولی خب آدمای خیلی زیادی هستن که اصلا ما حتی اسمشون هم نشنیدیم، ولی خب باورشون رو تغییر دادن به یک حالا خدای دیگه، دین دیگه باور دارن. متاسفانه جمهوری اسلامی درک نکرده این مسئله رو. فقط می‌خواستم همین نکته رو من یادآوری کنم. ممنونم از شما و مایک رو آقا می‌کنم آقای بولوردی. متشکرم. ممنون از جناب ناصری عزیز. بله، به نکته های بسیار خوبی اشاره کردن. من صحبت رو کوتاه میکنم تا دوست عزیز بعدی جناب آقای لطفی بفرمایید. مایک در اختیار شماست. بله، عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز، سروران گرامی. ممنون از جناب لامه‌ای بابت سخنرانیشون و مطالبی که بیان کردن. در پیرو و ادامه صحبت برادر عزیزم آقای ناصری، واقعیت اینه که در ایرانی که امروز ما قرار گرفتیم و حالا عزیزانی که در خود ایران هستن، حالا اونایی که مثل ما متاسفانه به دلیل پایبندی بر عقیده و باورشون مجبور شدن رها کنن تمام آنچه که دارن رو و بیان و آواره بشن و این منتی و این چی میگن، این ذلت و خاری که اینجا هممون داریم میکشیم، کشیدیم فقط به دلیل اینکه میخوایم باورمون رو نگه داریم. برای اون عزیزانی که متاسفانه این امکان براشون نبوده و همچنان درگیرن، دو تا راه بیشتر جلو پاشون نیست، یا یعنی اینکه از ایمان و باورشون برگردن، خداوند رو به نوعی انکار کنن و به این صورت میتونه از تخفیف بگیرن از مجازات های سنگینی که براشون حکومت میبره، دادگاه براشون انجام میده، یا یعنی اینکه بر ایمانشون بمونن و تحمل کنن این سختی هایی که دولت داره براشون مهیا کرده و فراهم میکنه. چیزی که اینجا مهمه اینه که این آمار و این ارقام روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. این اسلام گریزی خوشبختانه، این باور و این دید نسلی که بعد از انقلاب به دنیا اومد و میشه گفتش که این دهه 70، دهه 60 و دهه 80، دهه 80 یا که حالا به نوعی بروزترن، مدرنترن و دارن توی جامعه خودشون رو داره، یه جامعه با امکانات وسیع‌تر، اینترنت و امکاناتی که بیشتر براشون فراهم هست نسبت به قبل‌ترها که حالا من خودم در 55-56 اینها امکانات بیشتری در اختیار دارن، دیدشون بازتره، امکانات بیشتری رو دارن، درک بهتری رو میتونن بکنن، انتخاب بهتر و درستری رو میتونن داشته باشن. به خاطر همینه که میان وقتی مقایسه میکنن بین اسلام و سایر ادیان و نقص‌ها و نواقصی که میبینن و مشکلاتی که میبینن در ادیان مختلف، اگر یه مقدار یا بیدین میشن متاسفانه، یا گرایششون به مسیحیت بیشتر از موارد دیگه است.
اینه که خوشبختانه میتونیم این رو نوعی خوشبینانه، نوعی فعالیت رو به جلو، نوعی هدایت رو به جلو ببینیمش. اینکه مسیحیت در ایران داره کم کم جای خودش رو پیدا میکنه بین نسلی که میتونه این مسیر رو باز کنه و اون آزادی عقیده رو در اسلام در ایران به قول معروف آزادی عقیده رو جا بندازه و بتونه برای خودش تنه اصلی و ریشه محکمی توی ایران بدونه. امیدوارم که این اتفاق زودتر بیفته و این ایران ما از این به نوعی خرافات و از این مشکلات سیاهی که دورش قرار گرفته خارج بشه و برسه روزی که دیگه ما آمار مرگ و میر نداشته باشیم، اون غم و اندوه از ایران بره و فقط شادی در بین مردمان عزیزمون ببینیم. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ممنونم از جناب لطفی. جناب لامه‌ای شما دستتون رو بالا گرفته بودین، اگه مایلین که مایک رو در اختیارتون قرار بدم بفرمایید. بله، من پیرو حرفای جناب آقای ناصری خواستم عرض کنم. دقیقاً همینطوری که می‌فرمایند، این آماری که من دادم چیزی بودش که ثبت شده بود، دقیقاً چیزی بودش که همه می‌دونستن. حالا به قول یارو توی گزارش ها و تلویزیون و رادیو اومده بود و همه میدونستن، ولی این که روزانه چقدر دارن از مسیحیت، از اسلام خارج میشن، حالا به دینهای دیگر میان، قطعا کسی نمیدونه و ما هم نمیدونیم. من فقط میتونم میگم یه دونه استوری که میذارم حالا توی اینستاگرام یا توی فیسبوک، یعنی کسایی که میان ریپلی میکنن من اصلا میمونم، میگن ما خیلی وقت مثلا ایمانو بردیم، در صورتی که من اصلا اونا رو اصلا متوجه نشده بودم که همچین چیزی، مثلا از اقوام فکر کنید میان میگن، من تعجب میکنم. روی همین حساب دقیقا همینطور که آقای ناصری فرمودن، این آمارهایی که ما میدیم یه چیزایی ثبت شده است و قطعا خیلی کمتر از اون چیزی که روزانه اتفاق میفته. خیلی ممنون از شما. ممنون جناب لامه‌ای. دوست عزیز بعدی جناب آقای فروتن، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام، وقتتون بخیر. دستون درد نکنه. من پیرو حرف آقای ناصری و آقای لطفی حرفشون رو تایید میکنم، ولی آقای لطفی فرمودن که بقولا کسایی که باعث میشه که دینشون عوض بکنن تو ایران، باعث میشه عوض بکنن، یعنی دو را بیشتر ندارن، یعنی این که بقولا حبسو میکشن یا بقولا بر میگردن، بقولا یعنی از اون کاری که کردن بقولا میگن که آقا ما این کار رو مثلا قبول میکنن که مثلا گردن نگیرن یا مثلا خودشون یه جوری تبرئه بکنن. ولی به نظر من بحث اینه که کسی که واقعا دینش عوض میکنه، اونم تو ایران، یعنی حالا من میگم چون شرایطی که ما حالا اینجا تو آلمان هستیم، حالا نمیخوام بگیم که مثلا همه، ولی یه سری هستن که میان رو بحث این که مثلا بخوان حالا بحث کیس یا بحث هر چیزی میان مثلا میگن آقا اعلام میکنن که آقا من کیسم مذهبیه، ولی واقعا با توجه به شرایطی که ما میدونیم تو ایران هست که شما مثلا یک نفر با یک کوچکترین حرفی باید بره مثلا یه مجازات خیلی سنگینی رو باید بره بکشه، و اون بحث این که مثلا کسی که دینش رو میره عوض میکنه و مطمئنن که 100% یه چیز قلبی بوده و از نظر من اون یه چیز قلبیه و واقعا پای همه بقولن اون مجازات و اون تاوانش وایساده که مثلا هیچ مشکلی هم از این بابت نداره. ممنون که مایکو در اختیار من گذاشتید. ممنونم از جناب فروتن. دوست عزیزمون جناب لطفی، بفرمایید آقای لطفی، مایک در اختیار شماست. من جسارتاً فقط یه نکته خیلی کوچیک رو فراموش کردم بگم، این که با تمام این شواهد و ادله و این مدارکی که موجوده و در دسترس، متاسفانه وضعیت پذیرش این موضوع در جامعه خارج از ایران بسیار ضعیفه، یعنی این دیدگاهشون نسبت به این مورد در ایران متاسفانه دیدگاه درستی نیست. شاید جامعه بین المللی پیگیر این قضیه باشن، ولی به اون نحو که قاطع باشن و بیان برخورد کنن، بتونن داخل بشن، دخیل بشن در این مورد و ریز بشن و بتونن اینو واقعا بررسی کنن، این امکان
نه اینکه نخوان، در دسترسشون هم نیست، به خاطر همین زیاد بهش اهمیت هم نمیدن. تن کامکان داریم میبینیم کیسایی که اکثر ما داریم این موردات رو، این موردها رو میدیم، این کیسا همه به نوعی قابل پذیرش نیست، چون اینها نمیخوان این رو بپذیرن و این واقعا جای شبهه داره، جای تعجب داره. ممنون، زمانم کمه، ممنون از وقتی که دادید. ممنونم از جناب لطفی. خب در ادامه سخنان بعدیمون سرکار خانم شهناز کریمزاده با موضوع چرا بهائیان در ایران سرکوب میشوند. خانم کریمزاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام خدمت دوستان و همکاران، خسته نباشید. علل سرکوب بهائیان در ایران. بهائیان بزرگترین گروه اقلیت مذهبی در ایران، همواره در طول تاریخ با آزار و اذیت و سرکوب روبرو بودند. ریشه های دشمنی با بهائیان در ایران و تصمیم به مسدود کردن راه ترقی و توسعه اونها در کجاست؟ بهائیان بزرگترین گروه سایر پیروان دینی و مذهبی در ایران رو تشکیل میدن. اونها سایر پیروان دینی و مذهبی ایران هستند. اونها طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سایر پیروان ادیان شناخته نشدند و در نتیجه طبق همین قانون جزء سایر پیروان دینی نیستند که در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. پیروان بهایی از زمان شکل‌گیری این دین در نیمه دوم قرن 19 میلادی همواره با حمله و خشونت، با سکوت در برابر اعمال خشونت از سوی حکومت‌ها، روحانیون شیعه و مردم ایران روبرو بودند. نمونه‌های متعددی از پیگرد و حبس و شکنجه و اعدام آنها در تاریخ ثبت شده و نقض حقوق انسانی و شهروندی آنها تا امروز هم ادامه دارد. چرا در طول تاریخ با بهائیان چنین رفتار شده؟ ریشه های تکفیر و نجس خوندن و تعارض به مال و جان بهائیان در کجاست؟ قدرت فقهای شیعه در دوره قاجار افزایش پیدا کرد. شاهان قاجار مثل شاهان صفوی ادعای نیابت امام و رهبری دینی نداشتند. بنابراین نقش نائب امام غایب مهدی در این دوره خود به خود به فقهای شیعه سپرده شد. و همچنین مفهوم نیابت عامه که در اواخر دوره صفوی شکل گرفته بود در دوره قاجار بیشتر تقویت شد. در قرن 19 هم شمار مجتهدان شیعه بسیار افزایش پیدا کرد و هم سلسله مراتب در میان روحانیون شکل گرفت که در صدر اون مرجع تقلید به عنوان مجتهدی دارای بالاترین توانایی ها در میان مجتهدان قرار گرفت. در این دوره همچنین علما گام به گام امتیازهای منتسب به امام غایب را از اون خودشون کردن. در همین دوره بود که جنبش شیخیه پا گرفت. بسیاری از شیخی‌ها انتظار بازگشت امام 12 رو در سال 1844 داشتن. یعنی 1000 سال پس از غیبتش. تکفیر علما این جنبش رو به حاشیه ران. پس از اون یک سید جوان به نام علی محمد شیرازی در سال 1844 اعلام کرد که در آغاز سال 1461 هجری امام غایب در کربلا ظهور میکنه و خود رو نیز باب امام 12 خواند. علی محمد شیرازی با وجود چند بار تکفیر علما و شرکت در مناظره با اونها و تحمل حبس و شکنجه در شیراز و اصفهان و آذربایجان در اواخر سال 1847 ادعا کرد که امام غایب شیعیان خود اون هستش و به عنوان بهایی و قائم قوانین اسلام رو ملغا اعلام کردش چون آخر زمان رسیده. روحانیون ادعای اون رو تعرضی به اسلام و شیعه می دونستن، به خصوص که اون وعده داده بود که پیامبری جدید در راه هستش. از این دوره تاریخ بابی ها و بعدها بهائیان تاریخ آزار و اذیت و سرکوب و شکنجه و اعدام هستش. پس از اون عقاید جدید منتشر شد. خشونت میان شیعیان و بابی ها پا گرفتش تا اینکه نیروهای دولت قاجار برای سرکوب بابی ها و قتل عام اونها مداخله کردن. باب رو نیز بعد از شورش مسلحانه و طرفدارانش رو در مازندران و زنجان در 8 ژوئیه 1850 به دستور امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه در تبریز اعدام کردن.
میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله یکی از چهره‌های مهم بابی بود که در این رابطه با ترور ناصرالدین شاه به زندان افتاد. اما پس از چندی بیگناه شناخته شد. ناصرالدین شاه او را با توافق سلطان عثمانی عبدالعزیز نخست به عراق، سپس به استانبول و آدرنه تبعید کردش. باب از ظهور یک فرد موعود دیگر، یک پیامبر تازه نیز سخن گفته بود. بهاءالله در سال 1862 در بغداد به چند تن از پیروان نزدیکش گفت که اون همون شخص موعوده که بیشتر باب اعلام کرده بود. در سال 1868 امپراتور عثمانی بهاءالله و برخی پیروان نزدیکش رو به عکا در فلسطین تبعید کردش که امروزه در خاک اسرائیل واقع هستش. بهاءالله در سال 2 سال در زندان عکا و 7 سال در حبس خانگی بودش. اون در تمامی سالهای تبعیدش راههایی میافت که از جمله از طریق پیروان نزدیکش یا مبلغینش که به عثمانی سفر میکردن تا نوشته های خودش رو به دست بابی ها در ایران برسونه. اون در سال 1873 در پاسخ به درخواست هایی که از ایران به اون برای تدوین کتابی در برگیرنده آراء او و قوانین برای پیروی رسیده بود، کتاب اقدس رو تنظیم کرد که به مثابه جانشین قرآن بودش و نیز کتاب قوانین باب را که بیان نام داره با انتشار این کتاب ها بر شمار بهائیان در ایران نه تنها در میان شیعیان بلکه در میان پیروان ادیان دیگر افسوده شد. دیانت بهایی هم در سطح بین‌المللی هم در دهه‌های 1860 تا 1890 رشد کرده. بهاءالله بزرگترین پسرش رو که عبدالبها رو جانشین خودش کردش که رهبری جامعه بهاییان رو در سال 1892 به دست گرفتش و رهبری جامعه بهاییان رو سال 1892 به دست گرفتش و از همون روز مرکز جهانی بهاییان در حیفا تأسیس شد که امروزه در خاک اسرائیل واقع هستش. توجه به تاریخچه تأسیس مرکز زیاد شده در حیفا از اون جهت اهمیت داره که جمهوری اسلامی بهائیان ایران رو به دلیل وجود این مرکز در اسرائیل کنونی متهم به همکاری و جاسوسی برای این کشور میکنه. تا 1921 بهائیت به رشد خود در ایران و بسیاری از دیگر کشورهای جهان ادامه داشت. پس از قتل ناصرالدین شاه در سال 1896 توسط میرزا رضای کرمانی، وی چون بابی یا بهایی پنداشته میشد در چند شهر ایران بابی ها و بهاییان تعقیب و سرکوب شدید شدند. با وجود طرفداری بهاءالله از حکومت مشروطه، بهاییان مراقب بودند که از جنبش مشروطه به طور مستقیم و آشکارا دفاع نکنند تا مشکلی برای فعالین جنبشش پیش نیاد. با اینکه عبدالبها به تشکیل مجلس شورای ملی امیدوار بود، اما به زودی از اون ناامید شد و از بهاییان خواست که تا از سیاست دوری کنند. دوری از سیاست به مرور یکی از اصول بهاییان شدش. از دوره سلطنت رضاشاه به عنوان دوره آرامش نسبی و حتی شکوفایی برای بهاییان نام میبرند. اگرچه این دوره هم دوره چندان راحتی برای بهاییان نبوده، با این حال با افزایش امنیت در کشور و کاهش نفوذ و قدرت علمای شیعه از خشونت علیه بهاییان نیز کاسته شد. در ابتدای این دوره بهاییان اجازه یافته بودند نشست‌های عمومی برگزار کنند، مدارس خاص خودشون رو برپا کنند، اما حکومت یک سالار رضاشاه هم در دراز مدت فعالیت کنترل نشده سازمان‌های اجتماعی و مذهبی رو بر نمی‌تافت. حکومت به نظم نهادهای بهایی به عنوان چالشی برای خود مینگریست. از این رو مدارس بهاییان در سراسر ایران رو بستش. همچنین حاضر به پذیرش اعتبار اسناد ازدواج بهاییان نشد. چاپ و پخش منابع اونها رو ممنوع کرد. برخی مراکز محلیشون رو بست. مکاتبه اونها رو با همکیشانشون در خارج از کشور رو ممنوع کردش. برخی از کارمندان بهایی رو اخراج کرد و درجه نظامی برخی از افسران بهایی رو تنزل داد. پس از روی کار اومدن محمد رضا شاه در ابتدا تغییر خاصی در وضعیت حقوقی بهاییان به وجود نیامدش. به دلیل ضعف اتوریته شاه، حمله های گروه های اوباش زیر نفوذ روحانیون به بهاییان افزایش پیدا کرد.
در این دوره بهایان برنامه‌ای رو برای از جمله ترقی جایگاه زنان و مبارزه با بی‌سوادی بزرگسالان تدوین کردند. در سالهای بعد از اون که ایران دستخوش رویایی نخست وزیر محمد مصدق و محمد رضا شاه بود، شاه تضیف شده برای محکم کردن پایه‌های قدرتش به پشتیبانی روحانیون روی آورد. در سال 1955 در حرکتی که به نظر میرسه هم برای به دست آوردن دل علما بوده و هم برای منحرف کردن توجه مردم از سیاست‌های انتخابی دولت، مانند پیوستن ایران به پیمان سنتو که با هدف مبارزه با نفوذ شوروی و مارکسیسم شکل گرفته بود، ارتش شاه با تشویق روحانیون گنبد مرکز بهائیان در تهران را ویران کرد. در این زمان علما نمایندگان طرفدار آنها در مجلس شورای ملی از فرصت استفاده کردند، بهائیت را ممنوع اعلام کردند. کسانی را که آشکارا میگفتن بهایی هستن دستگیر و زندانی میکردن، دارایی‌هاشون رو مصادره میکردن. در این دوره مغازه و مزارع بهاییان و نیز شماری از خود بهاییان مورد حمله و باش قرار میگرفت. در دهه 1950 همچنین انجمن حجتیه توسط شیخ محمد حلبی با هدف مبارزه با رشد بهاییت شکل گرفتش. برخی از اعضای این تشکیلات ضد بهایی بعدها در دوره جمهوری اسلامی مسئولیت‌های مهمی رو بر عهده گرفتن. در دهه 1960 و 1970 برخی از بهائیان توانستند به پیشرفت‌های اجتماعی دست پیدا کنند. گرچه اونها با محدودیت‌های قانونی و سختگیری‌های پنهان اجتماعی روبرو بودند، در دهه 1970 بهائیان زیر نظر دستگاه امنیتی شاه و ساواک بودن. اونها نمیتونستن آثار و نوشته هاشون رو به صورت علنی به شکل کتاب منتشر کنن. چند تن از بهائیان مثل هجیر یزدانی و حبیب الله ثابت در دوره محمد رضا شاه به چهره‌های قدرتمند و مهم اقتصادی کشور تبدیل شدن و این نیز باعث ایجاد حس خشم نسبت به جامعه بهائی میشد. اما در واقعیت بهائیت یک جنبش توده‌ای بود که بسیاری از شرکت کنندگان در اون روستایی، تاجر، پیشه‌ور و کارگر بودند و جمعیتی 300 تا 400 هزار نفری را تشکیل می‌دادند. محفل ملی روحانیون بهائیان پیوست اونها رو به احزاب سیاسی رو ببخشید. محفل ملی روحانی بهائیان رو پیوستن اونها به احزاب سیاسی رو ممنوع کرده بود و بنابراین رفتار و تصمیم گیری سیاسی اونها موضوع شخصی و خصوصی بودش. با روی کار اومدن حکومت جمهوری اسلامی بار دیگه آزار و اذیت بهائیان در ایران شدت گرفت. جمهوری اسلامی نزدیک به 200 تن از بهائیان فعال و سرشناس را با اتهاماتی چون نقض قوانین اسلامی، توطئه و جاسوسی برای صهیونیسم و امپریالیسم جهانی اعدام کرد. بسیاری از اعضای محفل‌های بهایی شوراهای 9 نفره در هر شهر یا روستا که با رأی مستقیم بهائیان انتخاب می‌شدند و مسئولیت اداره امور جامعه بهایی را بر عهده داشتند رو بود و تا امروز هم از سرنوشت اونها خبری در دست نیستش. بسیاری دیگر رو با حمله به خونه هاشون بازداشت و اعدام کرد. بعضی دیگر از اونها رو به اتهامات یاد شده اذیت و شکنجه و حبس کردش. بهائیانی که به دیدار مقبره بهاءالله و باب در اسرائیل رفته بودند، با کمک مالی برای مرکز جهانی بهایی فرستاده بودند، متهم به حمایت از صهیونیسم شدند. اگرچه تأسیس این مرکز به سالهای پیش از تأسیس دولت اسرائیل برمی‌گردد. از آغاز انقلاب چندین مورد تخریب گورستان‌های بهائیان، در آوردن اجساد مردگانشان در شهرهای مختلف دیده شده و همچنین حمله به خانه‌های بهائیان، شعار نویسی بر دیوارهای شهر علیه اونا و آزار و اذیتشون و تحقیر کودکان بهائی در مدارس و معابر به دلیل باورهای دینی والدینشون، جمهوری اسلامی همچنین به طور نظاممند اموال و دارایی‌های شرکت‌های متعلق به بهائیان را مصادره کرد. کارمندان، دانشجویان و استادان بهائی را اخراج کرد. کارمندان بهائی بازنشسته را محروم از دریافت حقوق بازنشستگی کرد و محفل‌های محلی و ملی بهائیان را از هم پاشوند. از اونجا که جمهوری اسلامی مراسم ازدواج بهائیان را نامشروع و غیرقانونی می‌دونه، دفاتری که ازدواج بهائیان رو ثبت کرده بود متهم به رواج فحشا شدن.
مجلس شورای اسلامی پدران و مادران بهایی را از آموزش بهاییت به فرزندانشون منع کرده. مدارس از ثبت نام کودکان بهایی امتناع می‌کردند. به بهاییان کارت سهمیه مواد غذایی نمی‌دادند و تا امروز جلوی تحصیل دانشگاه‌های جوانان بهایی رو می‌گیرند. در سالهای اخیر رسانه‌های خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشر اسنادی رو منتشر کردند که نشون میده تبعیض و آزار گسترده علیه بهاییان در ایران از همون آغاز روی کار اومدن جمهوری اسلامی توسط بالاترین نهادهای حکومتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی با تایید روحانیون قدرتمند برنامه‌ریزی شده. در کانون این برنامه‌ریزی مسدود کردن راه ترقی و توسعه بهاییان قرار داره. توجه بین‌المللی به سرکوب بهاییان و فعالیت سازمان‌های حقوق بشری و حقوق مدنی بین‌المللی باعث شده که در برهه‌های از زمان خشونت علیه بهاییان کاهش پیدا کنه. با این حال هنوز هم قوانین ایران حقی برای بهاییان قائل نیستش و اونها رو از حقوق شهروندی چون تحصیل استخدام در اداره ها محرومن. حکومت ایران مذهب شیعه رو مذهب رسمی کشور اعلام کرده و برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی رو نیز وابسته و به متعلق به این مذهب یا سه دین ابراهیمی کرده که از اونها در قانون اساسی نام برده. این در حالیه که حقوق شهروندی به همه مردم یک کشور بدون توجه به دین و مذهب اونها تعلق میگیره. با وجود سکوت اکثر مردم در برابر نقض حقوق بهائیان در ایران در سالهای اخیر، حرکت‌های از سوی گروه‌های روشنفکر جامعه ایران در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان انجام گرفته. همچنین نشانه‌هایی از انحطاط و احترام به حقوق انسانی و شهروندی بهائیان از سوی معدود روحانیون یا فعالین سیاسی که برآمده از خانواده‌های اونها به چشم می‌خورد. نمونه‌اش آیت الله حسینی منتظری در سال 1387 در پی پرسش‌هایی که از اون شدش فتوایی داد و در اون بهائیان رو صاحب حق آب و گل و دارای حقوق شهروندی دونست. همچنین فائزه هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 2006 از دیدارش با فریبا کمال‌آبادی، یکی از هفت مدیر دربند جامعه بهایی که همبند سابق اون در زندان بودش و پس از 8 سال به مرخصی زندان آمده بود، دفاع کرد. اون بر لزوم داشتن رابطه انسانی با همه تاکید کرد و گفت معتقده که در ایران به خیلی ها ظلم میشه، اما میزان ظلم به بهاییان از همه بالاتر است. بستر تاریخی ظلم بر بهاییان همون گونه که در فرمان پادشاه قاجار ناصرالدین شاه اومده، قصد قل و قمع کسانی هستش که ارتدوکسی شیعه رو نپذیرن و خود آینی جدید پس از اسلام آوردن که دو موضوع خاتم الانبیا بودن پیامبر اسلام و مهدویت رو به چالش میکشه. اما آیا بستر تاریخی ظلم رو تنها حکومت‌ها فراهم میارن یا مردمی هم که بدون داشتن هیچ گونه حساسیت یا بی‌تفاوتی از کنار بهایی ستیزی میگذرن یا اون رو تبلیغ و اجرا میکنن؟ برای نمونه کسی که به همسایش میگه اون همسایه رو میبینی بهایی، از اون فاصله بگیر. مفهوم احترام به حقوق شهروندی مردم بدون در نظر گرفتن دین و مذهب اونها چند سالی هستش که مورد بحث هستش. اگرچه تدوین و تصویب حقوق شهروندی مردم شرطی لازم برای برخورداری از این حقوق هستش، اما این شرط تضمین کننده رسیدن به این حقوق نیست. حکومت‌های ایران بدون داشتن پشتیبانی جامعه نمیتونستن به نقض گسترده حقوق شهروندی گروه‌های اقلیتی چون بهاییان دست بزنن. بهایی ستیزی در فرهنگ جامعه ایران زمینه ساز آزار و تبعیض نظاممند هستش. در نهایت مردم ایران با آگاهی یافتن نسبت به ریشه های خصومت ها و تکفیر ها، حساس شدن به تبعیض هایی که در اطرافشون میگذره و شکستن سکوت در برابر ظلم و نقض حقوق میتونن متضمن رفع سرکوب و خشونت در جامعه باشن. من وقت دارم هنوز یا اگه یه جنبندی کوتاه بکنید ممنونتون میشم. من میخواستم یه نقض رو بخونم. بفرمایید. رضا علامه‌زاده سینماگر ایرانی مقیم هلند با فیلم جنایت مقدس نخستین بار به عنوان یک مستندساز شناخته شد.
تابوی ایرانی دومین فیلم بلند مستند آن درباره وضعیت اقلیت بهایی در پنجم ماه مه در شهر کلم به نمایش درآمد. جنایت مقدس تکان دهنده بود، تاثیرگذار، فیلمی که شک ها رو به یقین بدل کرد و ناباوران رو به خیلی باورمندان پیوند زد. شاید اگر فیلم مستند نمی بود بیشتر صحنه ها هم بر تخیل فیلمساز می شد. علامه‌زاده با همین فیلم نام خودش رو در فهرست مغضوبین حکومت اسلامی جای داد. یک سال از حمله ماموران امنیتی به خانه های کارکنان و استادان مؤسسه آموزشی بهایان PAHA می گذرد. جوانان بهایی با بسته شدن این دانشگاه و بازگشت و بازداشت دستاندرکاران اون آخرین تکیهگاه تحصیلی خودشون را از دست دادند. جامعه بهاییان ایران در کنار فشارهای اجتماعی و امنیتی با تبعیض آموزشی در دانشگاه نیز روبروست. شهروندان بهایی از حق ورود به دانشگاه ایران محروم هستند. اونها اجازه شرکت در کنکور رو دارن، اما در سالهای آغازین یا ترمهای واپسین تحصیل تنها به دلیل مذهب خود از دانشگاه اخراج می شود. دانشگاه مجازی بهاییان PAHA که به کوشش گروهی از استادان و فرهیختگان علمی این دیانت تأسیس شده، در خرداد سال 1390 با دستگیری دستاندرکاران اون از هم پاشید. ماموران امنیتی به خانه 30 تن از همکاران و کارکنان این مؤسسه در تهران و کرج و اصفهان و شیراز ریختن و 16 نفر از مدرسان و استادان اون رو بازداشت کردن. اعضای این گروه به 3 تا 5 سال حبس محکوم شدند. در فیلم مستندی به نام آموزش زیر آتش می توان دید که گروهی از شهروندان ایرانی چگونه به دلیل باورهای مذهبی خود از دانشگاه رانده شدند. جامعه جهانی بهایی، رهبران ایران قصد ثروت اندوزی با اموال بهاییان را دارند. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه گفته رهبران جمهوری اسلامی با تصرف اموال بهاییان قصد ثروت اندوزی برای خود را دارند. از کوکیلویه و بوی رحمت تا سمنان و مازندران اموال بهاییان در حال توقیف هستش. روند مصادره اموال بهاییان از سوی ستاد اجرایی فرمان امام نه تنها ادامه داره بلکه تشدید هم شده. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه نسبت به این روند رو به افزایش ابراز نگرانی کرده است. اساس خبر رسیده به رادیو فردا، دادگاه 26 شهروند بهایی. خانم کریمزاده لطفاً وقتم در نظر بگیرید دیگر دوستانم. من تموم میکنم سخنرانیم و ممنون که از من شنیدین. تشکر میکنم. ممنونم از خانم کریمزاده. بله، همونجور که خانم کریمزاده فرمودن، بهاییان در ایران زیر شکنجه و تهدیدهای بسیاری زندگی میکنن، تقریبا هیچ حقوقی ندارن، جز ادیانی حساب میشه که همونجور که فرمودن در قانون اساسی زیر مجموعه شامل پیرو دیگر ادیان نیستن، یعنی مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان میتونن در ایران طبق قانون اساسی اون محافل خودشون رو داشته باشن یا ارتباط داشته باشن با هم کیشان خودشون و مراسم های خودشون داشته باشن، اما بهاییان به هیچ عنوان همچین شرایطی ندارن و همینجور که فرمودن خانم کریمزاده، حتی در سختی ها و در مراسم های مذهبی خودشون یا زمانی که حتی کسی از دست میدن، حتی مراسمی هم نمیتونن براش بگیرن که هیچ، حتی پیدا کردن مکان دفن برای از دست رفته هاشون هم موزل بسیار بزرگیه. واقعا خبرهای بسیار اسفناکی بعضی وقتا آدم در مورد بهاییان در ایران میشنوه. دوستان عزیزان اگر نقطه نظری در مورد سخنرانی خانم کریمزاده دارن میتونن با ما در میون بذارن و در این بحث شرکت کنن. خب میریم سراغ دوست عزیز بعدی، جناب آقای فروتن با حق آزادی عقیده در ایران. بفرمایید آقای فروتن، مایک در اختیار شماست. با سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز. موضوع سخنرانی آقای بلوردی فرمودن،
آزادی، حق انتخاب نظری و عملی انسان در تمامی زمینه‌ها مادامی که عمل او به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی منجر نشود. آزادی عقیده، حق انتخاب و پایبندی انسان به هر عقیده‌ای، حق اندیشیدن، اعتقاد داشتن، ابراز داشتن، تعلیم و ترویج و عمل بر طبق عقیده مادامی که عمل او به عقیده‌اش باعث سلب حقوق و آزادی دیگران و اخلال در نظم و اخلال عمومی نشود. آزادی عقیده در صورتی تحقق می‌یابد که اعتقادات فرد هر چه که باشد منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او نشود. در این رابطه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می‌کند هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می باشد. هر کس می تواند از این حقوق تنها یا همگانی با دیگران به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. همینطور ماده 18.1 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز به همان روش آزادی مذهب را یکی از اصول اساسی آزادی و حقوق بشر معرفی می کند و اشعار می دارد هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. اما نکته مهم این که آزادی مذهبی تنها در متن کنوانسیون بین المللی نمانده، بلکه سازمان‌های بین الملل غیر دولتی و مستقل نیز اجرای ماده 18 این دو سند را در دستور کار قرار دادند. در صورتی که کشورهای متعاهد با آنها پایبند نمانند، مورد خطاب و سرزنش این سازمان‌ها قرار می‌گیرد. یکی از این نهادها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است که با دو مکانیزم بررسی گزارش دوره‌ای حقوق بشر و نیز نصب گزارشگر ویژه برای رصد وضعیت حقوق بشر در کشورها که وضعیت حقوق بشر مناسب ندارند، در اجرایی شدن اصول حقوق بشر ممارست می ورزد. در همین راستا در نشست دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران چندین کشور جمهوری اسلامی را بابت نقض آزادی مذهبی به ویژه حقوق بهائیان بازخواست کردند. همینطور مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه تبعیض‌های مذهبی در ایران را به شدت محکوم کردند. بنابراین موضع حقوق بین الملل هم در مقام توری هم عمل واضح است و آن حمایت کامل حقوق بین الملل از آزادی مذهب در کشور هاست. رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی عقیده. متاسفانه علی‌رغم حمایت کامل نظام حقوقی بین الملل، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی کند، بلکه به شدت با آنان مبارزه می کند. برای نمونه اصل اول قانون کنونی اساسی کنونی ایران که اشعار می‌دارد حکومت ایران جمهوری اسلامی است، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست. پرواضح است که وقتی حکومتی دین رسمی حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده است. بر اساس اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری می شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد. ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین اساساً پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می شوند که در اداری امور کشور هم عملاً از چرخه قدرت خارج می شوند. اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشأت گرفته از اصل 12 قانون اساسی است.
آنجا که اعلام می‌دارد دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری از نوآشری است و هرچند که در اصل 13 و 14 قانونگذار در قبال ادیان مسیحیت و یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جز ادیان رسمی مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می داند، اما این انعطاف در عمل اجرا نمی شود و پیروان این ادیان رسمی عملا از محدودیت های پرشماری رنج می برند. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند مثل بهائیان عملا نه تنها محدود که در حکم شهروندی عادی ایران هم تلقی نمی شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از تصور است. مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان، از نقض حقوق بشر پیروان اهل تصنم گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهائیان ایرانی، به نمونه های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب میتوان اشاره کرد، هرچند که اقلیت های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند، اما تبعیض‌های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است. بعد از انقلاب 57، یعنی در حدود قریب 40 سال، حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هر آنچه که امروز هست مربوط به بیش از 40 سال قبل است. یعنی در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها کلیسا بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان داده نشده است. از انقلاب 1357 اقلیت‌های مذهبی ایران از نقض فزاینده حقوق بشر رنج بردند و این موضوع به طور خاص با آزار نوکیشانی که از زمینه اسلامی به مسیحیت گریویدند از سال 1388 اوج گرفت. این میزان آزار و جفا ایران را از سال 1390 به طور مرتب در میان 10 کشور صدر فهرست دیدبان جهانی با بیشترین میزان آزار مسیحیان قرار داده است. این فهرست که به طور سالیانه توسط سازمان بین‌الملل درهای باز تهیه می شود کشورهای آزاردهنده مسیحیان را رتبه بندی می کنند. آزار و اذیت مسیحیان در ایران بیشتر از جانب حکومت است. تندروها در حکومت ایران به طور فزاینده نگران گسترش مسیحیت هستند و به طور خاص مسیحیان انجیلی را که در ترویج باور خود کوشا هستند به عنوان نوعی تهدید به شمار می آورند. از سال 1389 مقامات دینی و سیاسی از جمله رهبر ایران ضمن هشدارهای درباره شبکه‌های کلیساهای خانگی از آنها به عنوان یک عامل بی‌ثبات کننده حکومت دینی خود یاد کرده و آنها را یک تهدید امنیتی قلمداد کردند. مسیحیان در تحصیل با تبعیض بسیار روبرو هستند. این تبعیضات به شکل اخراج و یا محرومیت از پذیرش در مراکز آموزش عالی و یا دانشگاه‌ها و یا عدم موافقت با صدور مدرک فارغ‌التحصیل پس از تکمیل واحدهای درسی بروز پیدا می کند. مقامات مسئول به عنوان یک سیاست کلی شهروندانی را که در فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی شرکت دارند و این فعالیت‌ها مورد پسند حکومت نیستند با محرومیت از تحصیلات در سطح عالی مجازات می کند تا پیشرفت اجتماعی دانشجویان را محدود نماید. از مسیحیان مصاحبه شده توسط سازمان ماده 18 تعداد قابل توجهی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز عقیدتی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است. البته ببخشید من خیلی مطالب زیاد بود، ولی دوستان بقولن چون من دیدم سخنرانی در خصوص بقولن بحث مسیحیت بود و بهائیان هم بود، من یه خورده کوتاه کردم. الان نخواستم یه خورده کلی یا جزء مثلا بخوام وارد بشم اینا که وقت بخواد زیاد گرفته بشه. بهائیان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی و خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند. کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهائی در ایران به چاپ رسیده است. تنها در یک وبسایت شمار آنها 350 عنوان کتاب ذکر شده. اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفاً به اینجا محدود نمانده، بلکه به صورت عملی بهائیان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شدند. از آغاز انقلاب چندین مورد تخریب گورستان‌های بهائیان و در آوردن اجساد مردگانشان، همچنین حمله به خانه‌های بهائیان، همونطور که
دوست عزیزیمون هم تو سخنرانیش اعلام کردن، الان یه جورای با هم دیگه مطابقت داره، ولی من اینو باز این موضوع رو دوباره باز بیان میکنم. از آنجایی که جمهوری اسلامی مراسم ازدواج بهائیان را نامشروع و غیرقانونی میداند، دفاتری که ازدواج بهائیان را ثبت کرده بودند متهم به رواج فحشا شدند. در همین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می شود. ممانعت از فعالیت‌های اقتصادی این شهروندان با توجه به این که حق بر کار جزء حقوق اولیه انسان هاست. اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند. انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملا معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتوانند در شهرهایی که نیاز دارند مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد. انتظاری که کاملا قانونی بوده و خاصی زیاد خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی که به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می شود. زندانیان اهل سنت به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. حکم محاربه در دست دارند، در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به صورت مدام از سوی ماموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند. دراویش گناه‌آبادی اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب سال 1357 حمله به حسینی‌ها و مراکز دراویش شدت گرفت. کرمان نخستین شهر بود. سپس حمله به مراکز دراویش به بسیاری از شهرهای ایران از جمله قم، کرج، تهران و بروجرد نیز کشیده شد. و در این میان مقبره‌های بزرگان دراویش در ناحیه‌های شاه عبدالعظیم ویران گردید. عاملان این حملات عمدتاً از باورهای سنتی همچون صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی تغذیه می‌گرفتند. انگیزه این حملات هم عمدتاً منحرف کردن جوانان از تفکر و عقاید آنها عنوان می‌شد. یکی از هدف‌های اصلی جمهوری اسلامی مقابله با نفوذ رو به افزایش شمار پیروان دراویش گناه‌آبادی بوده است. آیت الله محمد مدنی گناه‌آبادی رئیس حوزه علمیه گناه‌آباد نیز در سال 1389 دراویش گناه‌آبادی را موش خانگی نامیده بود که باید با سم نابود شوند، زیرا به گفته او جوانها را فریب می‌دهند. محمد مدنی از همفکران آیت الله خمینی بود. سرکوب دراویش گناه‌آبادی فقط به خاطر عقیده و باورهایشان است و رژیم جمهوری اسلامی این حقوق بشری آنها را رعایت نکرده است. حکومت از دراویش به عنوان یکی از گروهک‌های چهارگانه خطرناک برای نظام نام برده و رژیم ایران معتقد است که دراویش تفکرات وحشتناک دارند و بر این باور هستند که این گروهک‌ها نباید رشد کنند و به همین علت وزارت اطلاعات عده زیادی از آنها را دستگیر کرده است. دراویش گناه‌آبادی طی سالهای پس از انقلاب به ویژه در دههای اخیر بارها به زندان محکوم شدند و با اتهامهای نظیر تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و یا عضویت در گروه‌های انحرافی معروف مجذوبان نور روبرو بودند. جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی اندازد. طبق اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و محاکمه قرار داد. اما کارگرد مؤسسات مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با دراویش که آن را گروه ضد انقلاب می‌خوانند و رفتار حکومت با دراویش و خانواده آنان چیز دیگری را نشان می‌دهد.
و در نتیجه با توجه به اینکه در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره و ما میخونیم و مقایسه میکنیم با توجه به شرایطی که الان همه ادیانی که اولا تو کشور ما وجود دارن، هیچ آزادی برای ادیان وجود نداره و اونا حتی از کمترین حقوق شهروندی هم منع هستن، و با توجه به گزارش های نقض حقوق بشر که ما هر روز ما اونا رو میبینیم و یا به قولن میشنویم، دولت ایران هیچ زمان پایبند هیچ کدوم از ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر نبوده و همیشه اصل موازین اسلامی رو برای سرکوب قرار داده است. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید، ممنون از همه دوستان عزیز که سخنرانی من رو گوش دادید. ممنونم جناب آقای فروتن. دوستان چند نکته من لازم می‌دونستم که قبل از آغاز بخش بعدی بهش اشاره کنم. یک اینکه از واژه اقلیت‌ها استفاده نکنیم، به همون سایر پیروان ادیان فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه. دو اینکه از واژه جمهوری اسلامی خالی هم است، چون ما چندین جمهوری اسلامی در دنیا داریم و این شبهه ممکنه پیش بیاد که ما منظورمون جای دیگه است. خیلی کلمات کامل مثل جمهوری اسلامی ایران یا سایر پیروان ادیان، دیگر اندیشان، یا اصلا میتونیم نام ببریم، اون دیانت رو میتونیم نام ببریم یا اون عقیده رو میتونیم نام ببریم. جناب ناصری بفرمایید. ممنونم آقای بولوردی و همطور از آقای فروتن هم تشکر میکنم بابت سخنرانیشون، خیلی خوب بود. در رابطه با آزادی عقیده میخواستم یه نکته بگم که واقعا این حق توی جمهوری اسلامی واقعا مثل یه جوک میمونه. درسته توی اصل فکر میکنم اصل 23 فکر میکنم نوشته شده، توی اصل 23 بهش نوشته شده که تفتیش عقاید ممنوع، هیچ کس رو نمیشه به خاطر عقیدهش مؤاخذه کرد یا منعش کرد از اون عقیده، ولی خب میدونیم که جمهوری اسلامی به اون اصلی که خودش هم نوشته باور نداره، یعنی اونو اجرا نمی‌کنه اصلا، فقط یه چیزی که توی قانون اساسیش اومده نوشته و یه جورای فرمالیته است و فقط میخواد به جامعه جهانی نشون بده بله ما تو قانون اساسیمون داریم تفتیش عقاید ممنوع، حق آزادی بیان داریم، همون اصل 24ش برای آزادی مطبوعات نوشته، ولی خب ما میدونیم حداقل توی جمهوری اسلامی نداریم همچی چیزی. با توجه به اتفاقاتی که توی این سالهای اخیر افتاده، حالا چه بهائیان چه نوکیشان مسیحی چه حالا دیگر باورمندان، فرق نمی کنه، همه رو گرفتن زندان کردن، تبعید کردن، از همه چی محرومشون کردن، این نشون میده واقعا همچی چیزی ما توی کشورمون نداریم. و چیز خنده‌دار دیگه هم که هست، ما از همون به بسم الله در واقع همون اول که متولد میشیم اون اسم اسلام توی شناسنامه ما نوشته میشه، یعنی در واقع اون عقیده به ما تحمیل میشه از همون ابتدای کار، یعنی ما موظفیم مسلمون باشیم و به باورهای اسلام باور داشته باشیم، فرایزشو به جا بیاریم تا حالا بزرگ میشیم، بعدم که وارد حالا یا دانشگاه یا میخوایم بریم جای استخدام بشیم، اولین فرمی که میذارن جلومون سوال توش نوشته شده که شما به چه دینی باور دارید، یعنی دینتون چیه در واقع، که اگه ننویسی اسلام خب دیگه تبعاتش هم بعدش مشخصه دیگه چیه، یا استخدام نمیشی یا اگه استخدام هم بشی ممکنه کلی اذیت بشی توی اون شغلی که داری، توی دانشگاه هم اینجوریه، اگه وارد دانشگاه هم بشی مطمئنا دانشگاه رو تموم نمی‌کنی قبل از اینکه اصلا به اون ترمای بالاتر برسی، عذرتو میخوان و یه جورایی از دانشگاه اخراجت. همین نکته رو می‌خواستم بگم فقط. ممنونم که این وقت رو در اختیارم قرار دادید. آقای بولوردی، متشکرم. ممنونم از جناب ناصری عزیز. بله، بسیار نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. حق آزادی عقیده در ایران هممون می‌دونیم که اصلا وجود نداره. یعنی حتی شما جزء شیعه باشین، یعنی مسلمان شیعه اثناعشری باشین، و هم تو صحبت‌های قبلی هم گفتن شما اگه از اون ریل، خودشون میگن از ریل انقلاب اگر، یعنی از ریل اگر خارج بشیم
شیعه هم باشین با تبعات بسیار سنگینی. همونجوری که دوستان میدونن مثلا از روحانیون برجسته میتونیم آیت الله منتظری رو نام ببریم که خانه نشینش کردن، یعنی اصلا بایکوت تصویری و یعنی اصلا کلا حذف فیزیکیش کردن یه جوری، و خیلی از روحانیون دیگه، یعنی اصلا برایشون حتی اسلام هم مهم نیست، یعنی اون چیزی که خودشون میگن، یعنی اون شما اگر مثلا حتی از قوانین اسلامی هم برایشون بریم مثال بزنی یا یه اعتراض اسلامی بکنی، مثلا بگی چرا بانک داره ربا میخوره، مگر ربا حرام نیست؟ چرا بانک داره ربا میخوره؟ اصلا خیلی تبعات داره برای شما که شما، یعنی اون بانک میتونه از شما شکایت بکنه. عزیز مجری بود که میگفت که چرا مثلا دکترها زیرمیزی میگیرن، مثلا رشوه میگیرن، یعنی یه خبرنگار بود، گویندهی بود، گفت که چه بعد صنف پزشکان در ایران ازشون شکایت کردن. یعنی شما حتی حرف حق هم بزنید اگر قدرت نداشته باشین، اینکه اصلا کلا آزادی بیان نه فقط برای سایر پیروان ادیان بلکه برای هیچ کسی وجود نداره، یعنی هیچ کس حق حرف زدن نداره، شما هیچ حقی اصلا ندارین در ایران. یه سیستم قضاییمون هم که همه میشناسن. دوستان اگر نقطه نظری دارن در مورد این بحث میتونن شرکت کنن، اگر نه که بریم سراغ قسمت بعدی. خب بحث آزاد رو دنبال میکنیم، بحث بسیار جذاب حق امنیت اجتماعی با موضوع روز جهانی من کار کودکان. من کار کودکان چیست یا کودک کار اصلا چی؟ کودک کار به کودکانی گفته میشه که به اقتضای اون سن کمی که دارن، با اقتضای شرایط جامعه یا اون شرایط خانوادگی در مجبور میشن از سنین پایین در خیابانها کار بکنن و در جاهای نامناسبی باشن. همینجور که میدونیم در ایران کودکان کار الان به خاطر شرایط اقتصادی بسیار زیاد شدن. البته این کار کودکان یا کودکان کار از هزاران سال پیش بوده، یعنی مسئله جدیدی نیست. در گذشته های دور به خاطر که خانواده ها واقعا مشکل داشتن برای تامین مایحتاج اولیه زندگیشون، کودکان از سنین و طفولیت در زمین های کشاورزی یا هم شغلی که پدر و مادر داشتن کار میکردن. اما با شروع انقلاب صنعتی در اروپا از اواخر قرن 18 میتونم بگم، خیلی چون عرضه و تقاضا خیلی زیاد شد و صنعت خیلی پیشرفت کرد، نیروی کار زیادی هم واقعا جامعه طلب میکرد. بخاطر همین تو اکثر کشورهای صنعتی از کودکان در خیلی از کارها، مخصوصا کارهای صنعتی مثل ریسندگی ها، بافندگی ها، اینجور جاها استفاده کردن و واقعا شرایط اسفناکی براشون پیش اومد. یا مثلا میتونیم کودکان برده یا سیاه‌پوستی که از افریقا به عنوان برده یا کارگرهایی که میومدن به سمت امریکای جنوبی و امریکای شمالی در مزارع پنبه، این کودکان رو به کار میگرفتن. خب شرایط واقعا سختی داشتن کودکان. از همون اوائلی که انقلاب صنعتی شروع شد، زمزمه هایی در همون کشورهایی که کودکان رو به کار میگرفتن، به کارهای سنگین میگرفتن، شروع شد برای حقوق کودکان کار. اما تا به امروز متاسفانه بیشتر این تلاش ها نمیشه گفت بی نتیجه مونده، ولی خب اثر آنچنانی نداشته، چون هم شرایط خیلی مختلفی داشته که نتونستن واقعا سازمان ها اونجور که باید شاید بهش برسن. اولین تلاش ها در انگلستان بوده که انگلستان اولین کشور بود که قوانین درباره کودکان کار وضع کرد. بین سال 1802 تا 1878 میلادی قوانینی رو اونا وضع کردن که به حداقل سن برای کودکان کار بود و ساعتی که باید کار میکردن. دومین کشور امریکا بود که قوانینی برای منع کودکان در کارهای بسیار سنگین وضع کردن که سال 1889 در 28 ایالت امریکا محدودیت کار برای کودکان انجام شد.
در ضمن می‌خواستم اینم بگم که امروز 12 یونی روز جهانی مقابله با کار کودکان هست که از سال 2002 اگه اشتباه نکنم این روز نامگذاری شده. دوستان اگر نکته نظری دارن در مورد کودکان کار در ایران یا شرایطی که یا اینجوری میتونیم مطرح بکنیم که چه شرایطی باعث میشه که یک خانواده از کودکش کار بکشه یا چه شرایطی باعث میشه که کودکان مجبور به کار بشن، ما میدونیم که خیلی از این کودکان کار تقریبا طبق آماری که خود سازمان‌های ایرانی دادن کودکانی که در ایران به عنوان کودک کار شناخته میشن 90 درصدشون دارای خانواده هستن. خب این همون جوری که سرتیت بحث آزاد امروزمون بود که با حق امنیت اجتماعی بود واقعا ارتباط تنگ با تنگی داره که چه اتفاقی میفته که امنیت یک خانواده، امنیت اجتماعی جامعه انقدر مختل میشه که کودکان اون جامعه مجبور به کار میشن. چه شرایطی واقعا باعث میشه که یک کودکی که حتی خانواده داره، پدر و مادر داره، مجبور بشه هم خانوادهش هم خودش به جای اینکه بچگی کنه اون از اون حس شادابی خودش استفاده بکنه کودکیش نابود بشه و به خیابان ها بیاد. دوستان عزیز، جناب آقای ناصری اول دستشون رو بلند کردن، بفرمایید جناب ناصری. سلام مجدد. در رابطه با سوالتون جناب آقای بولوردی، خب به نظر من اصلی ترین و عمده ترین دلیلش خب بحث معیشتیه، بحث فقره که متاسفانه توی این حداقل چند سال اخیر توی ایران خیلی زیاد شده. همونجور که شما گفتین، حالا کودکان کار چیز جدیدی نیست، حالا همیشه بوده، تو خود ایران هم بوده تقریبا خیلی وقته، ولی جدیدن یعنی توی این حداقل سالهای اخیر خیلی زیاد ما داریم میبینیم توی خیابونا. اونم دلیلش همونی که عرض کردم خدمتون، به خاطر وضعیت اقتصادی خیلی بدی که الان متاسفانه توی جامعه گریبان مردم رو گرفته. خب یه زمانی یک نفر کار میکرده، خب حالا یا مرد خونه یا زن خونه فرق نمیکنه، یک نفر کار میکرده، خب درآمدش در حدی بوده که میتونسته اون خانواده رو تامین بکنه و مشکلی پیش نیاد. ولی الان متاسفانه به جایی رسیده که تمام اعضای خانواده دارن کار میکنن، پدر، مادر، فرزند، فرق نمیکنه، همه کار میکنن، ولی باز هم میبینی باز هم مشکل پیدا میکنن، در هم امرار معاش روزانه شون هم مشکل پیدا میکنن و کم میارن سر ما با. خب مشکلات اقتصادی خب دلایلش کاملا مشخص، از کجا نشأت میگیره؟ به خاطر بی تدبیری متاسفانه مسئولینی که الان در رأس حکومت هستن دارن کار میکنن، یعنی هیچ کس واقعا سر جای خودش نیست. هر کسی رو که میبینی الان یه سمتی، یه مسئولیتی توی کشور داره، وقتی میری سوابقش رو بررسی میکنی میبینی که اصلا هیچ دخلی به اون پستی که الان داره نداره واقعا. حالا این اتفاقی که چند وقت پیش هم افتاد، قطار مشهد به یزد از ری خارج شد، تازه اومدن سوابق رئیس راهن و مدیر عامل راهن رو در واقع درآوردن که ببینن کی بوده، آقا تو اصلا تجربه داری توی این سمت یا نه. طرف توی مسابقات قرآنی مصر رتبه دوم داشته، این بیشترین تجربه‌ای که داشته، این در واقع بیشترین موفقیتی که تو زندگیش داشته این بوده که طرف قاری قرآن بوده و حافظ قرآن بوده و هیچ مسئولیتی دیگه نداشته توی کشور. فقط میکنم فکر میکنم یه جایی دیگه مسئولیت داشته که بیشتر از 5 ماه توی اون پستش نبوده، یادم نیست دقیقا چه مسئولیتی داشته که 5 ماه بیشتر دوام نیاورده و به خاطر حالا یه گند دیگه هم که اونجا زده بود، اونجا هم اخراجش کرده بودن، گذاشته بودنش کنار، ولی به خاطر ارتباطی که با وزیر راه داشته اومده بود و پست به این مهمی، مدیر عامل راه، خب یکی از پست‌های واقعا مدیریتی خیلی مهمه و احتیاج به یه نفر داره که با تجربه باشه، اومده بودن گذاشته بودنش توی این قسمت. حالا به خاطر این مشکلی که پیش اومد، حالا من شنیدم استعفا داده. عرض می‌کردم خدمتتون، به خاطر این بی‌تدبیری مسئولی خب مشکلات اقتصادی توی کشور به وجود میاد و خب به تبعات اون اتفاقات دیگه‌ای میفته که یکیش همین کودکان کاره، یکیش بحث فحشاست، یکیش بحث بزهکاریه که توی کشور داره اتفاق میفته.
سرقت هایی که داره اتفاق میفته، اعتیاد و به تبعاتش حالا مسائل دیگه که به وجود میاد. به نظر من حالا در رابطه با اون سوالتون بیشتر بحث معیشتی به فقری که توی جامعه همون آره اتفاق میفته و دلیلش این میتونه باشه. مرسی از شما، قند مایک رو آقا میکنم آقای پلوردی. ممنونم از جناب ناصری عزیز. دوست بعدیمون جناب لطفی، بفرمایید مایک در اختیار شماست. بله ممنون. بابت سوالی که فرمودید، حالا جناب ناصری بحث معیشتی عنوان کردن، درسته، و یکی بحث اینی که حالا مازاده برای این که خب ممکن اعضای خانواده همه فعال باشن و اون بحث معیشتی کم باشه، هستن خانواده هایی که متاسفانه پدر یا مادر حالا معلولن و بیمارن و امکان کار برای اونها نیست و خب متاسفانه به دلیل همین نبودن معیشت و درآمد کافی مجبور میشه طفل بره و کار کنه. از طرفی کودکان کار یه بخشیش در ایران میشه گفت از کودکان دارن به عنوان مستعمره، به عنوان یک کارگر استفاده میشه. خب هستن کسانی که این کودکان رو استخدام میکنن، از خانواده ها میگیرن، حالا یا به اجبار یا از روی تمایل خانواده ها، و اینها رو مجبور میکنن که خب سر چهارراه‌ها بیان و دست فروشی کنن یا در خیابون‌ها بساط پهن کنن. به وفور در مخصوصا در این چند سال گذشته ما این رو شاهدش بودیم که روز به روز این متاسفانه چهره بدتری هم پیدا میکنه. کودکانی که میدیدیم، تصاویرش که در سال گذشته خاطرم هستش که کودکی تا کجا داخل سطل زباله شده بود به خاطر اینکه چیزی جمع‌آوری کنه یا احیانا غذای تهیه کنه، از داخل پسمانده پیدا کنه و شکم خودش رو سیر کنه. همه اینها برمیگرده همونطور که فرمودید به بحث نبودن امنیت اجتماعی که اینها همه از میشه گفتش 90% بحث درآمد خانواده است. وقتی درآمد خانواده کافی نباشه و نتونه خانواده رو ساپورت کنه، مطمئنن اون خانواده از هم میپاشه. و خب یکیش کودکان کار، یکیش فحشاست و موردهای متفاوتی که متاسفانه روز به روز در ایران و جامعه ایرانی و خانواده های ایرانی متاسفانه بیشتر و بیشتر نمود پیدا میکنه و دیده میشه. که این چیزی نیستش که به این راحتیام از بین بره، یعنی بخوایم جلوشو بگیریم و با برنامه ریزی این رو بذارنش کنار. این چیزیه که رأس هرم در ایران به این نیاز داره و این رو میخواد، و نه تنها کودکان این اتفاق داره براشون روز به روز بیشتر میشه که این داره بنیاد رو از بین میبره، از پایه خراب میکنه که بتونه حکومت کنه، بتونه خودش رو نگه داره و بتونه همچنان چپاول رو داشته باشه. و براش هم مهم نیستش که چه اتفاقی داره در لایه‌های زیرین متاسفانه میفته. امروزه در ایران ما فقط یه بخش 10% و یه بخش 90% داریم که اون 90% متاسفانه به طور کامل میشه گفتش که داره از بین میره. واقعیت جامعه امروز ما بسیار دردناکه و روز به روز این فشار داره به مردم بیشتر میشه متاسفانه، و دیدن و تحمل دیدنش در خانواده ها برای کسی که به عنوان پدر در خانواده هستش متاسفانه، یا به عنوان مادر که حالا ممکنه کودکی از داشتن پدر محروم باشه، از داشتن مادر محروم باشه و این اتفاقات در اون خانواده افتاده، بسیار سخته. برای مایی که بیرون هستیم نگاه میکنیم سخته، حالا چه برسه در درون خانواده. امیدوارم که روزی برسه که این مشکلات و این اتفاقات از سطح جامعه ما کاملا برداشته بشه و ما شاهد این ماشیم که کودکان ما برای رفتن به مدرسه و رسیدن به دنیایی بهتر در تلاشن، نه برای دستیابی به یک لقمه نون و در سطح زباله ها. ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. ممنونم از جناب لطفی عزیز. جناب آقای فروتن، مایک در اختیار شماست. سلام مجدد. به نظر من
که یکی از دلیل، یعنی دلیل اصلیش میتونه، یعنی کشوری که وقتی نتونه که نیازهای اولیه یه جامعه نتونه برای اون ملتش تأمین بکنه، برای مردم تأمین بکنه، نیاز اول جامعه هم چی هستن که وقتی مولا کار نباشه، وقتی که مشکل مسکن باشه، وقتی مشکل خوراک پوشاک، وقتی مسائل باشه، مطمئنا وقتی کار که نباشه تو خانواده کسی کار نداشته باشه، مطمئنا بچه مولا اون کودکان مجبورن بیان در کنار مثلا پدر یا مادر وایسن کار بکنن. از نظر شخصی من احساس میکنم اون نیازهای اولیه جامعه ما مشکل داره، یعنی اون دولت نمیتونه نیازهای اولیه خانواده ها رو تامین بکنه. این باعث میشه که مثلا کودکی که باید بشینه مثلا درس بخونه، باید آموزش ببینه، و متاسفانه الان بحث آموزش هم که از یه طرف اونم باز خودش یه سری مشکلات داره، یعنی از هر لحاظ که نگاه میکنی یعنی کلا مشکلات هست. و کودکی که به جایی که مثلا تو مدرسه باشه، تو بحث آموزش باشه، تو بحث یادگیری باشه، ولی متاسفانه به خاطر نداشتن کار، مثلا والدین نداشتن کار و مشکلات معیشتی، مجبورن کودکان بیان در کنار خانواده وایسن کار بکنن. که الان وضعیت جامعه رو دیگه واقعا داریم میبینیم، که الان بحث این نیست، که الان دیگه اصلا کلن دیگه اصلا هیچ درصدی نمیشه براش تعیین کرد که مثلا چند درصد جامعه تو چه شرایطی هستن. همه وضعیت جامعه طوری شده که الان همه کسبه ها کلا مغازه ها رو تعطیل کردن دیگه، واقعا دیگه میگم این مشکلات طوری شده که دیگه اصلا کلا داره یه فاجعه به وجود میاد. و نظر شخصی من اینه که دلیل اصلیش میتونه این باشه که دولت باید اون نیازهای اولیه هر خانواده رو تامین بکنه تا این مشکلات پیش نیاد که یک اولا کودکی مجبور بشه بره وایس مثلا توی خیابون تا یه مغازه وایس کار بکنه. ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. ممنونم از جناب فروتن. سرکار خانم بیرجندی بفرمایید، ما که در اختیار شما هستیم. سپاسگزارم آقای بولوردی گرامی و دوستان عزیز. صحبت‌های خوبی شد اینجا، همه به نکات مهمی اشاره کردن. حالا من نظر خودم خیلی کوتاه میگم خدمت دوستان. این که واقعا بچه های کودکان کار در واقع از قشر ضعیف جامعه هستن که خب هیچ شکی نیست، اما مورد دیگه که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که اکثرا از خانواده هایی هستن که در واقع انسجامی نداره، به جز اون دست از خانواده هایی که حالا معلولیت پدر مادر هست یا بیماری هست که باعث میشه که در حال کودک یا فرزندشون مخارج زندگی رو بخواد تامین بکنه. اما ما فرزندانی داریم که پدر معتاد یا مادر معتاد هستن و حالا به خاطر هزینه هایی که اون پدر و مادر دارن فرقی نمی کنه، یا مادر تنها هست یا پدر تنها هست یا معتاد، اون فرزندان رو به کار می گیرن. و چه بسا که خیلی از این بچه هایی که سر چهارراه‌ها گل فروشی میکنن یا دست فروشی میکنن از همین خانواده ها هستن و یا به صورتی به قول یکی از دوستان به افرادی فروخته میشن این بچه ها که در ازای پولی که پدر یا مادر دریافت میکنن اون فرزند باید برای شخصی کار کنه سر چهارراه یا حالا به صورت های مختلف. من یه چیزی که خیلی ازش واقعا همیشه ناراحت میشم یه کاریه که صدا سیما مخصوصا انجام میده، اونم آوردن بچه های کار و مصاحبه است باشون که چقدر شخصیتشون رو خوردتر از اون چیزی که هست میکنن و مثلا و یه سوال خیلی مسخره ازشون میپرسن که مثلا تو نمیترسی که الان داری مواد مخدر پخش میکنی مثلا فردا برای آیندت بد باشه؟ بچه چه جوابی میده؟ من چیزی برای از دست دادن ندارم. واقعا اینا چیه که میان مطرح میکنن؟ یا مثل یه پسری بود یادم نمیاد اسمش رضا بود که آوردنش توی برنامه ماحصل، چقدر اومدن صحبت کردن حرف شد راجع بهش، حالا امکانات بشه، ولی در آخرین بچه در سن 18 سالگی اگر اشتباه نکنم خودکشی کرد. حالا چه چیزایی بوده رو من کار ندارم واقعا، ولی به جای این کارا باید بیان رسیدگی کنن به این بچه ها. مثلا الان جمعیت امام علی رو چرا دارن؟ یعنی دارن که نه، یعنی بستنش و الان اینقدر بحث سرشه. یه جایی که میتونست به بچه ها کمک کنه
امکانات براشون فراهم کنه، بتونن درس بخونن، همون بچه‌هایی که دارن کار میکنن امکان درس خوندن داشته باشن، پیشرفت که خیلی ها رو ما داریم الان که تحصیلات دانشگاهیشون هم حتی تموم کردن، حالا با زحمتی که این انجمن کشیده، اما میان جلوی همچین جایی را میبندن، جایی که بشه کمک شه به بچه‌ها، از اون طرف هم خودشون کاری نمیکنن و فقط هم وعده دروغ میدن به مردم و فقط هم میگن که بچه بیارید که بخوان نسل شیعهشون رو در واقع زیاد بکنن. ممنون که مایکو به من دادید. ممنون از خانم بیرجندی. بله متاسفانه ابعاد خیلی بزرگتره. آخرش هم برمیگردیم به همون بحث امنیت اجتماعی، یعنی شما تو اجتماعی که خانواده ها امنیت نداشته باشن، امنیت شغلی نباشه، سرپناهی نباشه، امنیت بهداشتی و رفاهی نباشه، یعنی همینجور که فهمیدم خیلی از این خانواده ها ممکنه پدر یا مادر یا هر دو معلول باشن. شما اگه در جامعه زندگی میکنید که امنیت اجتماعی، امنیت رفاهی، امنیت درمانی داشتی، حتی اگر معلول هم میبودی نباید فرزندانتون دچار یه همچین مشکلاتی میشد. دوستان خیلی از این طبق آماری که خود جمهوری اسلامی ایران داده، تقریبا همونجور که اول صحبتام گفتم 90% از این کودک‌ها خانواده دارن و خیلیاتون حتی شاید با این صحنه مواجه شده باشین که با کتاب مدرسه یا با لباس مدرسه میان مثلا دست فروشی میکنن، گل میفروشن یا یه ترازوی دارن. اینا بسیاری از این بچه‌ها خانواده دارن، حتی خونه دارن، مدرسه میرن، درس میخونن، اما به خاطر شرایط سخت اقتصادی، یه بخششون به خاطر شرایط سخت اقتصادی مجبور میشن که به خانواده هاشون کمک کنن. تا اینجا رو مثلا میتونیم یه جوری بگیم که این به خاطر شرایط اقتصادی بوده، اما خب ابعاد دیگه هم داره. خیلی از این خانواده ها همونجور که دوستان فرمودن از دهک‌های پایین جامعه، یعنی از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و آموزشی هم در سطوح بسیار پایینی هم. یعنی حتما اینجور نیست که پدر و مادرشون مثلا اعتیاد داشته باشن، یعنی در خانواده هایی هستن که پدر و مادر میبینن حتی اگه این فرزند درس هم بخواد بخونه در آینده نمیتونه رقابتی بکنه با اون دهک‌های بالای جامعه، با اون فرزندهای بالا. به خاطر همین خیلی هم حتی شنیدیم شاید تو خانواده خودمون مثلا درس به چه دردت میخوره، بیا مثلا توی تعمیری. اینجور نیست که همشون این کودکای کار همشون توی خیابون باشن، خیلی هاشون تو شغلای خانوادگیشون کار میکنن یا شاید توی تعمیرگاه، مثلا بچگی بچه مثلا 9 ساله رو میبرن میذارن توی تعمیرگاه، شاید واقعا اون خانواده فشار اقتصادی آنچنانی روش نباشه، اما اون طرز فکر، اون آموزش ناسهی که خانواده دیده و اون عقایا، مثلا ما داریم در مثلا سنی مذهب ها یا دیگه در سیستان و بلوچستان یا اقصی نقاط ایران، در جایی که لحاظ آموزش اجتماعی پایین هستن، مثلا یه عقیده وجود داره که دختر چه معنی داره درس بخونه یا مثلا پسر باید بره کار بکنه. از این جور تفکرام هست، یعنی این جور نیست که حتما فشارهای اقتصادی، البته ناگفته نمونه که واقعا جمهوری اسلامی همونجور که بازم میگم دوستان فرمودن تقریبا 90% به رد، الان فکر میکنم رو 97-98% باشه مردم زیر فشارن. یعنی شما در حکومتی که در کشوری که کارمند رسمی دولت اگر یخچال خونش بسوزه، اگر تلویزیون خونش بسوزه، طبقه اجتماعیش سقوط میکنه، خب شما چه انتظاری دارید؟ میخواین تو اون کشور کودک کار مثلا وجود نداشته باشه؟ بعضی از همین کودکان کار خب بعدها جز باندهای مافیایی میشن، به خلاف کشیده میشن. دوستانی که در اداما در همین کمیته در کمیته ها تحقیق میکنن یا در کانون خودمون هستن میتونن آمار بهتری بدن که خیلی از این اعدام، بچه هایی که اعدام میشن زیر سن قانونی، مثلا 15 سال ما مرتکب قتل میشن، شما برین اون سرنخها رو که دنبال بکنین میبینید از همین اکثرشون از همین کودکان کار هستن یا بد سرپرست هستن، توی خیابون بودن. دوستان اگه نقطه نظر دیگه دارن میتونن تو این بحث شرکت بکنن، بحث بسیار جالب. خب اگر دوستان نظر دیگه ندارن میتونیم که
جلسه رو به پایان برسونیم. قبل از این کار من دوستان و همکاران عزیزی که تو این جلسه با ما همکاری کردن رو نام میبرم. مسئول جلسه که خودم امین بلوردی بهمن، منشی جلسه جناب آقای آرشا کچوییان، ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری و جناب آقای کریم ناصری، ادمین ها سرکار خانم مریم حبیبی، سرکار خانم مریم افتخار و جناب آقای داوود لطفی با ما همکاری داشتن. خیلی ازشون تشکر میکنم. همچنین از شما دوستان که در این جلسه بودین. در اینجا جلسه رو به پایان میبریم در تاریخ 12 یونیه 2022 ساعت 19:19 به وقت اروپای مرکزی. ممنونم ازتون.